این برنامه با سپانسر و حمایت مالی پاپی بینک Your Trusted Bank برای شما تقدیم میگردد. نقاط منفی هم دیگر یادآوری میکنه. بینید چطور است؟ کلی کلی طبیبین امید که چپلقا نامده بود قوم نادیده داروسی کم دیگر هم میبینیم عاشق میشیم. اخ چی شویی دارم چی زنی دارم. اما دنیا را به دو قطب سیاه و سفید تقسیم نکنیم که هر کس مثل ما بود خوب است، هر کس که مثل ما نبود اونا پلید و بد است. بعد از جهاد سخت‌ترین عبادت دیگر روزه است. کلمه خشوع از خشونت گرفته شده متاسفانه. بله جنگ کمی یک هزار قبول کنین ولی پیش زن و اولادتان باشین. از اولی تفنگچه را ماشکدگی منتظر است که سنو سرش را پیدا نکند. دو طرف بیچاره را زیر فشار قرار میدن تا که نفسش براید. بنانم همینجا فواد بسیار گفت سب در سب. پدر خاله و ماما را بد گفته میره، اولادای از او خانواده از هم میپاشه. پری را بگیره مادرها در دلشان میگه ایف بچه گکم دالی که دختر 20 بچه از اینا را میارزه. چیز گفته من کدام رای حل خودت یاد داری مرا یاد بده. واقعا سخت است. آهت مثل کسی بود که عملا تجربه کرده. و تحقیقات نشان میده معمولا 6 ماه تا 1 سال دلتنگی های مهاجرت از بین میره و دوم قوی نیروی جنگی که در یگام جنگ باشه. در غیر از این به خدا در مسیر زندگی هرگز نمیافتد بچه با چراغ دین و دانش گر بشر همراه شود. خود پیامبرای بزرگوار اگر حیات می بودند با هم دشمنی نداشتند. ببین و بخند با طنزهای جالب رمضانی. دست بارم بازرم بارم الوانه کجه ما بود تو شارت هستم ما بود تو شارت هستم یک گروپ های سادی میدونم یک بار رقم هستنه خیلی تو دلت بد کرد چه برای کردنه بیتنه دست بارم بردن شونه او شوزار مرگ بخند. ببین و بخند را این پنج شنبه از چنل یوتیوب حفیظ محمدی بیننده باشید. همی یک ساعت آخر خب قیامت تیر میشه، چاله پورا نمیشه، چار نیمه است، اینه بشین چار پنج نمیشه. دیشب خورما را آوردی که ده خسته، من دیگه ده وقت خفتاری حوصله ندارم که خسته که کوی زور بر تو بکشم. خورما را میاری بی خسته، خسته مسته شو طرف میکنی. تربوز که میاری تربوز هارم خسته شم میکشی، سه رقم بلانی میکنی برام شم شو. یکیش خو کدوستک، یکیش هم گندنه، یکیش هم کچولو. اینم تو نوشابارم فانتارم بیار چایم بیار. تو غرض نیست که من چرا قم میخورم چرا قم نمیخورم. تو دانی ما بیار گرو دیشم ناوردی اما تو خمار شرما مان دیگه چی مام دیگه او والله می دیگه گوش نمیشم دو چند از ما پشن نسوار سگرت خود دق میشم. هر یک ذره اصلا که نازان می تقدیم صد بود نه تیر شده تو نمیبینی ساعت اون ساعت سایکو کامون داده گاو سلاکه کمک بدر دون تک بسته میکنی امی چیز است دون تک بسته میکنی ام فکرتون بسته کو در مورد مردم چیزی فکرام غلطم نکو وقتی که روزه میگیری باید تنها نخوردن نیست تو داش چه وقت فهمیدی که تو گپ زده میتونی دیگه خانه تو بر بلند بگیر برو برو بگو تو قرار نیست فهمیدی بای جان او کارتنی میگیری هر چی میگیری صداش تکا نبه تا کازان نداده یعنی ده 15 روز از روزه تیر شد سر صداش تکا مرا دیوانه کرد و رب بر کارتون میتی هر چی میتی چیال انداختی بیا در روزه گرفتن به این معنی نیست که دانت هم تنها بسته باشی چیز نخوری. بله بله سلام. هموطنان عزیز سلام، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه گپ جمع گپ ویژه برنامه های سلسله که برای ماه مبارک رمضان داریم و میمان بسیار عزیز را دعوت کردیم که شما زیاد گفته بودین، در سوالا پرسیده بودین، نکات را که شما خواستین همیش امروز صحبت خواهد شد. و ماه مبارک رمضان روزای بسیار مبارک است، اما با این قسم یک فضا خانه را نمانین که گردبر شوه. کسایی که نمیتونه قاطع دارن فواد داره که بیشتر داشت کلم نقشه منفی را مربطه نیست. تو نه تو یک ممثل هستی دیگه، اقتای جامعه را تمثیل میکنی. دوستای حمایت شما سابسکرایب چنل ماست. اگر نکردین امی لحظه ویدیو را استاپ کنین برین سابسکرایب کنین و ویدیوهای تازه ما را ببینین. خب دوستا زیاد قصه خواد کردیم امروز با استاد بسیار عزیزی که دکتر صاحب جمشید رسا است و شما دوستش دارین گپار رو راست میگه و
نکات بسیار زیاد را با دکتر صاحب جمشید رسا خواب داشتیم. اما قبل از او تشکر از تالارهای عروسی تاونین کانتری به خاطر تالار زیبایی که به اختیار ما دادن. تاونین کانتری عروسی های مجلل. همچنان سپاس از پاپی بانک یور تراستد بانک به خاطر حمایت مالیشان از برنامه گپ جمگپ. پاپی بانک 35 نمایندگی فعال در سراسر کالیفرنیا داره و خوشبختانه که مدیر عامل از این بانک هم افغان خود ما است، هموطن خود ما است. به خاطر باز کردن حساب و معلومات بیشتر به وبسایتشان www.poppy.bank مراجعه کنین. و مهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی ما. بله دوستان عزیز و مهمان ویژه ما، نظر به تقاضای مکرر شما عزیزا در پیام ها که به ما فرستاده بودین، بازم صحبت های بسیار شیرین داریم دمی روزای مبارک رمضان با استاد جمشید رسا، مهمان بسیار عزیز ما، کسی که موارد روانشناسی را با زیبایی هایش بیان میکنه. بله 38 سال داره، فارغ لیسه عالی غلام حیدرخان است، 7 سال پوانتون طب کابل را خوانده، اما بیش از 20 سال در خدمت هموطنان و جوانان بوده که مضامین ساینسی به خصوص کانکور درس داده. و خوشبختانه که باز هم در گپ جمگپ از کابل زیبا به گونه زنده با استودیوی گپ جمگپ وصل است. به افتخار استاد جمشید رسا کردیم. استاد بزرگوار سلام برسه، بسیار خوش آمدین به گپ جمگپ. السلام علیکم و رحمت الله. انشالله که همگی جور و صدمند باشین، خدمت شما همکارای گران قدرتان، هموطنای بسیار نازنین ما سلام احترام فراوان تقدیم میکنم. انشالله که همگی خوب و خوش باشن و یک رمضان خوبم پیش رو داشته باشن و استفاده از ابی بتانه. زنده باشین استاد بزرگوار. امی در رمضان استاد سحری زیاد برات خوشایند است یا افطاری؟ هر دوش خوب است، هر دوش خوب است، خو افطاری زیادتر کیف میکنه. کیف میکنه و بازو افطاری که در کابل در فضای کابل و در گرد همه دوستا یگان دفعه با استاد یگان میمانیا و یگان گشتک افطاری هم میشه دیگه. من متأخر هستم اونجا اشتراک میکنین بعضن، یک فضای بسیار زیبا. بله بله ها. میشه بر ما بگوین که فلسفه رمضان از دید روانشناسی و ای که ما روزه میگیریم به روح و روان ما چی پیام داره؟ آثار روانی رمضان البته از برداشت خود من منیسی یک مسلمان و روانشناس برداشت خودم هم میخوایم بگویم. بله. اولین چیزی که به نظر ما یک پیام بسیار عمده که از رمضان گرفته میتونیم او اراده است. شما میفهمین که بعد از جهاد که مستقیما انسان از جان خود میخواهد بگذرد، سختترین عبادت دیگر روزه است. تنها در نیازهای اساسی ما که تنفس دیگر منع نکرده، شما از نوشیدن میگذرین، از خوردن میگذرین، از خوابتان میگذرین، از نیازهای جنسی میگذرین، اینا نیازهای قاعده است در هرم مازلو و مبارزه کردن با اینا واقعا اراده میخواهد. بنان اولین پیامی که رمضان بر ما میده یعنی انسان اگر اراده کنه هر کاری میتونه که انجام بده. دومین پیامی که من از رمضان میتونم همیشه بگیرم تاباوری را برای انسان یاد میده، یعنی در مقابل سختی ها مقاوم شدن یاد میده. البته این را خب باید یادآوری کنم، در صورتی که ما عبادت با مکیفیتش انجام بدیم، در غیر از او اگر بیکیفیت باشه خب سالهای سال میای و میره و ما کدام استفاده نمی کنیم. اما تو که مولانای بزرگوار میگه که مسجد میروی بحری سجود، سر بجنبد دل نجنبد این چه سود. اصلا همی روزه و نماز و اینا هر کدامش باید بعد از گذشتش ما انسان مهربانتر، خوبتر، جدیدتر شویم. در غیر از او اینمی دوستا یک امتحان پیش خود کنن که آیا عبادتشان با کیفیت بود یا بی کیفیت. به نظر من اینمی امتحانش است که آیا بعد از نماز، بعد از روزه، از پیش از روزه و نماز خود کرده آدم خوبتر شدن یا نشدن، قلبشان مهربان شد نشد، خدمتگار شدن یا نشدن. بنان دومین پیام به نظر من تاباوری و بلند بردن مقاومت روانی پیش انسان. سیومینش خود مراقبتی را بر ما همیشه یاد میده، یعنی شما در روزه مراقب خود هستین، یک خودآگاهی را یاد میده، لحظه به لحظه خود کنترل میکنین که ننوشم، نخورم، گپ بد نزنم، رفتار بد از من سر نزنه. ای کاش بتونیم اینمی پیام
11 ماهی دیگام در وجود خود ما تمرین کرده بریم. حتی بعضی وقت ما در سمینارهای موفقیت برای دوستا میگیم شما مثلا روزه بگیرین. هدف ما این نیست که این روزه را بگیرن. مثلا میگیم روزه بگیرین از این که گپ بد نزنین شما. رفتار بد نکنین. آزار بر کس نرسانین. وقت خود ضایع نکنین. بنان یک خود مراقبتی و خود دیسپلینی را برای ما یاد میده. سلف دیسپلین یاد میده. ما برداشت دیگه که از روزه میتونم داشته باشم به نظر ما آموزش تغییر بر ما، یعنی یاد میده که انسان اگر بخوایم میتونه تغییر کنه، چون یکی از سوالات بسیار عمده در روانشناسی است که آیا انسان قابل تغییر است نیست، آیا ما عادات خود تغییر داده میتونیم یا نمیتونیم، و روزه پیام بر ما میده که بله ما میتونیم. و یک برداشت دیگه هم که من خودم بارها در ماینخانی خود دیدیم، ترک اعتیاد. بسیار دوستا در رمضان از شر پان و سیگرت و این موضوعات خود رها میکنن. وقتی میبینن که از صبح تا افطار تانستن پرهیز کنن، میگه به خدای توانایی را دارم. بنان بعضی دوستا در رمضان میگه استاد من تصمیم گرفتم در این رمضان دیگه من سیگرت ترک کردم یا پان ترک کردم یا همه تو مثلا مواد دیگه که هست. بنان این پنج پیام همیشه به نظر من در رمضان بوده. البته هر آدم بشماره پیامای زیاد است، ولی چیزی است که من خودم همیشه در روزمره زندگی خود ملاحظه کردم. بسیار زیبایی تشکر کردین. زنده باشین و خداوند روزه و نماز تمام دوستایی که بینده ما هستن را قبول کنه و انشالله که یک ماه پر از فیض و برکت باشه. استاد گرامی، به یک خانواده سالم به کی گفته میتونیم و چی خصوصیات یک خانواده سالم داره؟ شما زنده باشین. سوال بسیار مهم و خوب است، به خاطری که شما میفهمین اصلا همی واحد اساسی یک جامعه را خانواده تشکیل میده. اگر خانواده سالم بود، خانواده های سالم اجتماعی سالم هم میسازه. و هر جامعه را که شما میبینین که ناسالم است، بدبختی داره، بیچارگی داره، دربدری داره، اولین چیزی که به ذهنتان میرسه ای باید باشه که خانواده در او جامعه خراب است. خانواده سالم مؤلفه ها و مشخصات زیاد داره، ولی چند تایش من نظر به وقت برنامه شما یادآوری میکنم. اولین گپش داشتن عشق و محبت است که اول بین زن و شوهر ای باید باشه و بعدش بین تمام اعضای خانواده باشه. خانواده سالم و خانواده است که با هیچ کس دو دشمنی نیست. نه پدر مادر بین خود جنگ میکنه، نه پدر با قوم مادری مشکل داره، نه مادر با قوم پدری. اما در خانواده ای که بین هم دیگه جنگ و دعواست، مادر عمه و کاکا را بد گفته میره، پدر خاله و ماما را بد گفته میره، اولادای از او خانواده از هم میپاشه. یاد پدر مادر باشه، کاکا و ماما و خاله و همه مثل چشم و اعضای بدن کودک است. وقتی شما اونا را بد میگین، آسیب میزنین، امرایشان جنگ و دعوا میکنین، کودک خود از بین میبرین. بنان اولین میار عشق و محبت باید در او خانواده باشه. اگر نباشه او خانواده سالم نیست. دومین چیز نوازش و محبت است که ما کودک خود نوازش کنیم، لطف داشته باشیم برش. به می خاطر ما بارها برای دوستا گفتیم که اگر شما در کنار خانواده 1000 افغانیایت دارین و دور از خانواده تان 100,000، به نظر من ترجیحی است که 1,000 قبول کنین ولی پیش زن و اولادتان باشین، به خاطری که اولادتان تنها به پول شما نیاز نداره، به گرمی دست شما نیاز داره، به دیدن چهره شما، به قوت قلب دادن شما نیاز داره. بنان این نوازش باید باشه. اگر عنصر نوازش نباشه، کودک قطعا سالم بار آمده نمیتونه و سبب میشه که در بزرگسالی او نتونه رابطه درست برقرار کنه. به می خاطر تا از نظر روانشناسی نوازش و محبت مثل اکسیژن روانی، همونطور که بدن ما با اکسیژن نیاز داره، 5 دقیقه نباشه سبب مرگ ما میشه. اگر نوازش بر کودک نباشه، او کودک حتما آسیب خورده میباشه. شما میفهمین سالمترین کودک ها را تا 2 سال اول در یوگاندا که یکی از فقیرترین کشورهای افریقایی اسم داشته باشه، برای علما سوال پیدا بود که چرا اینا سالم است از کودک امریکایی هم کرده، اروپایی هم کرده. دیدن وقتی مادر سر کار میره، کودک پشت خود بسته میکنه و بین بدن مادر و کودک نوازش میباشه و این سبب میشه که اینا سالم ترین باشن تا 2 سال. یا تحقیق دیگه انجام دادن، برای یک تعداد چوچه های شادی مادر اصلیشان قابل دسترس بود، اما برای یک تعداد یک شادی ساختگی جور کرده بودن. کودکایی که شادی ساختگی مادرشان بود افسرده شده بودند، به خاطری که
که نوازش نمیدیدن. حتی وقتی جنبش فمینیستی شروع شد، وقتی خانما در اروپا و امریکا سر کار رفتن و طفلها را در کودکستان ماندن، بعضی از کودکا که برشان رسیدگی نشد، نوازش نشده بود، مرده بودن و بعضیشان هم وقتی به 20 و 18 سال رسیده بودن، نه تمایل به تشکیل خانواده داشتن، نه ارتباط خوب برقرار میکردن، درگیر اعتیاد بودن. بنانی نبود نوازش میتوند تأثیرات داشته باشه. مسئولیت پذیری یکی از عناصر بسیار مهم از خانواده سالم است که هر کس، هر عضو خانه مسئولیت های خود درست شناسایی و اجرا میکنه. موضوع دیگه که بسیار مهم است، در خانواده سالم مشورت صورت میگیره. هیچ کس یکتازی نمیکنه، به تنهایی تصمیم نمیگیره. تمام اعضای خانواده را در تصمیم شریک میسازه، نظر خانم خود میگیره، نظر اولادا را میگیره. هر چند اگه به دل اولادم کار نکردیم، ولی وقتی ازشان نظر میگیریم، اونا خود عضو خانواده احساس میکنه، در حقیقت برشان شخصیت میتیم و این احساس میتیم. خانواده سالم زمینی رشد هم دیگر را فراهم می سازند، پروبال پرواز هم دیگر می شن، نه که به پای هم دیگر زنجیر شوند و زندانی بسازند. صداقت و صمیمیت در خانواده سالم می باشه. بنان با این معیارها ما می تانیم که یک خانواده سالم داشته باشیم. استاد، در خانواده ها معمولا مشکلات زیاد می باشه، بخصوص از خشوع و عروض. از نظر شما چی چیز می تانه کمک کنه تا این مشکلات در بین خشوع و عروض کمتر شوه؟ و از مثلا زیادتر شنیدیم که همین مشکل در بین مردم بسیار رواج است. بله، در بین مردم افغانستان در خانواده ها طوری که ویده جان گفت استاد زیادتر هست و همین یک مشکل شایعی است که در بین مردم همیشه گفتان میشه. تفکایی هم ساختن سر از این موضوع از بس که زیاد است و بگنه و یک دیگه همیشه شکایت داره دیگه. از خاطر یک راهکار که اگه شما بتین که چی رقم دمی صلح شوه در بین از یا همین ادامه داشته باشه. بله، حتی سریال ها برشان جور شده که خشوع هنوز چطور بوده و حتی بعضی ها میگه که کلمه خشوع از خشونت گرفته شده. متاسفانه بله، این جنگ عروس و خشوع یک جنگ دوامدار است. هرچند داماد هم از دست خشوع بعضن دل خوش ندارن، میگه یک خشوع نماز میخواند و زیاد دعا میکرد. باز داماتش پرسان کرد که مادر جان اینقدر دعا میکنی آیا همی قبول میشه؟ گفت نصفش میشه. گفت چطور؟ گفت من همیشه دعا میکردم که خدا یک دامات خرپول، خدا دامات خرپول. گفت اینه تو نصیبم شدی، خر هستی خب پول نداری. به من نیمش قبول شده دیگه. بنان متاسفانه بله، این یک مشکل است. البته باید بگیم که در افغانستان زیادتری مشکل است، به خاطری که در افغانستان همین تیپ خانواده، خانواده گسترده است. شما میفهمین ما امروزه دو نوع خانواده را میشناسیم، یک خانواده استیس یا نیکلیر فامیلی برش میگیم، یک خانواده گسترده یا اکستندد فامیلی میگیم. خانواده استیس خانواده است که در او زن، شوهر و اولاد است. هیچ کسی دیگه حق مداخله نداره. میمان میتونه باشه، مشورت میتونه داشته باشه، حمایت میتونه بکنه، اما حق مداخله نداره. اما خانواده گسترده متاسفانه دیگر هم حق مداخله داره. کاکا، ماما، خاله، عمه، پدرکلان، مادرکلان، حتی قند نواسی خود هم میتن و امثال از این تصمیم گیری ها. بنان اولین گپ اگر وطنهای من میخواین که مشکل حل شود، چون امروز تحقیقات نشان میده سالمترین خانواده خانواده است ایست که زمینه رشد اولاد و خوشبختی زن و شوهر در او میباشه. بخاطر دنیای امروز دنیای تفاوت هاست، اندیشه ها فرق کرده، خواسته ها فرق کرده. در گذشته ای تو نبود. در گذشته مثلا شما 1000 سال پیش وقتی ازدواج میکردین هیچ اختلاف نبود، بخاطر در یک قریه دو نفر ازدواج میکرد، دو رقم تکه بود، 5 رقم غذا بود، 4 تا قصه بلد بودن، این تفاوت نبود. اما در دنیای امروز تفاوت ها فوق العاده زیاد شده. یکی خارج خوش داره، یکی افغانستان خوش داره، زن مثلا یک برنامه تلویزیون خوش داره، شوهر دیگر خوش داره، این مثلا کوچ خوش داره، او توشک خوش داره، یک عالم جنجال است. امی که زن و شوهر بین خود جرمیان، خانه پدرشان آباد، ای که از او توقع داشته باشیم با خوشوی و با خسر و با اینا جرمیان مشکل است. بنان اولین خواهش من است که پدر مادرها هر دویشون کوشش کنن کمی اولاد خود وقتی ازدواج میکنه برش یک خانگه که جدا بگه بچه‌م دخترم شما اینجا زندگی تا نکنین، هر وقت از ما نیازی بود، سوالی بود، کاری بود، ما در خدمتتان، ما مداخله نمیکنیم در زندگیتان، شما خوش باشین، خودتان بسازید. اگر یک پدر مادر میگه نه والا اولاد من خودش ساخته نمیتونه، خیر مادر گلم، پدر نازنینم، او اولادی که خودش مشکل خود حل نمیتونه، او وقت ازدواجش نیست. لطفا تا
که او به او عقل و منطق نرسیده که خودش نتان اختلافات خود حل کنه دیگه، بنان او سعی نمیشه. ولی اگر باز دوستا میگه نه ما در شرایط هستیم که خانه جدا نمیتونیم، امکانات اقتصادی نیست، امنیت نیست، زن تنها در خانه چطور باشه، باز در این صورت چند کار بکنن. اول خوشوی بعضی گپا را در نظر بگیره که وقتی یک دختر عروس میکنه میاره یادش باشه که چندین بار پشت از این خواستگاری رفته بود. بعدش یادش باشه که بچه‌شان ایره دوست داره. بعدش یادش باشه که یک دختری که 18 سال 20 سال در خانواده دیگه بوده، او خانواده را میمانه، در خانواده ما میایه، باید با تمام مهربانی امرایش برخورد کنیم. متاسفانه بعضی خوشی ها از اول دیگرها برش یاد میده، اگه خودشان در این فکر که سنو سرت را پیدا نکنه. از اولی توفنگچه را ماشکدگی منتظر است که سنو سرش را پیدا نکنه. تا دیروز کل کار خانه را خودش و دخترایش میکرد، همی که آروس آورد ولی کلی گیششته هیچ کس کار نمیکنه، آروس به خیز کار بکنه. بعدش در دل از این آروسا یک عمر گله میمانه که ولی مرا می روز دوم آروس این سر ما کار شروع کرد، او هم در خانه پدر کل کارا را میکرد، ولی اینجا کار کردن برش سخت است. به نان یک چند وقت فرصت بتیم، با محبت مثل که اولاد خود ماست از او هم قدر بتیم، تا کی سازگاری پیدا کنه با خانواده ما، با محیط ما، منعیس خوشوی هر دقیق زندگی مداخله نکنیم، بچی خود یاد داده نریم. متاسفانه بعضن در فرهنگ ما سر بچه دیگالی جنگ می باشه، مادر هم طرف دالی پشت از این بچه مرده، زن هم. و در بین از این اختلاف زناشویی یادتان باشه بدترین آسیب داماد میبینه، مثل دو سنگ آسیا از دو طرف بیچاره را زیر فشار قرار میدن تا که نفسش برایه. به نانم خوشی با مهربانی و محبت برخورد کنه، اما عروس یادش باشه که میگم من در این خانه میرم خوشی خودم منعیس مادر خود ببینم، فعال باشم، تنبلک نباشه. آروس تنبل و زیاد آسیب میبینه، در کار کردن این چیز ما کم نمیشه. کار خانه است، به شوق خود ما بکنیم. که روز دوم آروسی ما کار کردیم یا روز دومش چی فرق میکنه من نمیفهمم. کار خانه است، آدم میخیزه به شوق، حتی دیگه نگفته خودش بخیزه کار خود بکنه. و همچنان خوشو یادش باشه که توقع سن سال خود از یک دختر 20 ساله نکنه. ما خود ما مثلا 50 ساله هستیم، از 20 ساله توقع داریم اینم تو مثل کرکتر ما باشه، در حالی که ما خود ما که 20 ساله بودیم ده چند از او بد بودیم، نمیفهمیدیم نزاکت ها را، روابط ها را. بنان ایگه پا بفهمیم ور دو طرف کوشش کنن احترام به هم دیگه، احترام به فامیل هم دیگه داشته باشن. متاسفانه در فامیل های ما و شما در افغانستان عروس بچی جنجال میگیریم، چقدر مصرف میکنیم. در اکثر فامیلا یک ماه بعد یکی در فرق دیگه زده را ایستیم، فامیل عروس خفه، فامیل داماد خفه و یک مشکلات میاد. غیبت هم دیگه را نکنیم، این مهم است. متاسفانه یک گپ دوستا به یاد داشته باشن، مهمان میایه سنو رفتاد چای دم کردن، خو هم دیگه میفهمه دیگه، هم پشت دروازه گوش گرفته که چی گپ است، عاجل خوشی شروع میکنه، ولی عیف بچه گکم آی که یک چی هست میگه که پری رو بگیره، مادرها در دلشان میگه عیف بچه گکم، دالی که دختر بیستا بچه از اینا رو میارزه. متاسفانه شروع میکنه او سنو هم اوجه گوش میکنه. سنو که دید که مرا پیش قوم خیش کم زد، میگه والا اگه خود دیگه مام بانم تا، حتی اگه سنوی ما تنبلک هم بود ما به دروغ تعریف کنیم که چقدر دختر خوب است، چقدر فعال است، کو بشنوه دیگه هم شوق بگیره. وقتی شما یک کسی را پیش قوم خیش کم زدین خب خلاص شد دیگه، لطفاً غیبت هم دیگه را نکنین. شما که به یک نفر غیبت کردین، خب ما افغانا باز یک عادت داریم اکثریت ما البته که یک دفعه یک کسی بعدی از کسی گفت ده تا دیگه هم دو زیاد میکنیم او را به جانب مقابل انتقال بدیم، یک گدودی جور میشه. بنان اگر این نزاکت ها را در نظر بگیریم انشالله که اختلاف با وجود نمیه. دقیق همینجا که از لحاظ چی که گفتین استاد، که گفتین همین داماد در بین دو سنگ آسیا آرد میشه، همینجا فواد بسیار گفت صد درصد بسیار به دلش گفت زده. به او خاطر گفتم که این دیده شده زیاد، از خاطر دیده نشده یک آه بسیار طولانی هم کشید، یک آه کشید استاد از این گفتم چه خوش آمد. آهت مثل کسی بود که عملا تجربه کرده، مثل شنیدگی ها نبود. استاد عزیز من خودم سال میتم، من اهداف خوب زیاد دارم، اما بدبختانه به دلایل مصروفیت های زندگی روزگار نمیتونم که به هیچ کدامش برسم سر وقت. چی هستی؟ کلمه‌ش بگو که استاد بفهمد. و میخوایم بفهم نکات رسیدن به اهداف و نکات طلاییش چی هست و اگر بر من بگوین؟ بله استاد، در معامیانیش که بگویم یک روز در یک جای چشته بودیم،
این سوال هم خودش جور کرده، گفت مگر خم و شپرک هستم. یعنی میگفت یک فکر خوب دارم، یک اهداف دارم، گفت یک دستیدن هم میتونم، گاهی گفت در اینجا خیز میدونم، گاهی در اینجا. یعنی ما گفتم باش کامیانی چه بگویم برتان. بله، حالا شما از وشپرکی و پریشانی فکر گفتین، دور از فواد جان، فقط قصص و یاد مامت میخواییم بکنم. میگه یک روزی روبا و پشک استاده بودن، باز روبا لاف میزد که من اگر دشمن ببینم بسیار فکرهای فرار کرده میتونم، مثلا در یک دقیقه 10 فکر فرار میتونم سنجش کنم. دمی قصه بودن که گرگ طرف شان حمله کرد، تا روبا فکر میکرد محکمش گرفت، پشک به درخت خیزد، گفت من اینم یک تخنیک تنها یاد دارم. بنان بعضی وقت ما هم یک تخنیک یاد بگیریم، پشت یک کار بگیریم و همو سبب موفقیت میشه. اگر چندین کار شدیم واقعا مشبرکی خراب ما میکنه. در قسمت تعریف هدف باید بگویم هدف دیدن و تجسم کردن وضعیت و حالتی است که ما در میخواییم در آینده داشته باشیم، و اگر میخواییم به این اهداف برسیم چند کار باید بکنیم. اولین گپش ایست که هدفی که ما تعیین میکنیم باید روی کاغذ نوشته شود. تا در کاغذ نوشته نشه زیاد علما او را اصلا هدف قبول نمیکنه، به خاطر دنیای امروز پر از مشغله است و چند روز بعد فراموش ما میشه. برش باید نقشه تعیین کنیم که ما در کجاستیم، هدف ما کجاست، کدام راه ها وجود داره، راه اصلی کدام است، راه کمکی کدام است، در چه وقت میخواییم برسم. هدف ما باید واقع بینانه باشه. بعضی وقت ما هدف تعیین میکنیم او واقع بینانه نیست، بل معلوم دار است با او ما نمیرسیم. هدف ما باید مهمترین کار زندگی ما باشه که ما بیشترین انرژی و وقت خود بر از امو هدف خود باید ما و شما اختصاص بدیم، انگیزی کافی برش داشته باشیم، زمان خود درست مدیریت کنیم. کسی که مدیریت زمان نداشته باشه معلوم دار از به هدف خود رسیده نمیتونه. پشت کار داشته باشیم. عزیزای دل ما باید بفهمن که هیچ هدفی با آسانی به دست نمیایه. بنان ما باید او سختی و رنج و استقامت داشته باشیم. تمام اشخاص موفق دنیا کسایی بودند که پشت کار داشتن، وقتی یک کار شروع کردن او را تا آخر رساندن، مثل گنجشک، مثل قرچه از یک شاخ به شاخ دیگه پریدن، ما را به هیچ جایی نمی رسانه. همین قرچه کار دوستا دیدن، در این شاخک میشینه باز میکنه، باز در اون شاخ میشینه میکنه، ایره میگن این قرچه عاشق کدام قرچه دیگه شده بود. باز گرفته بود پدر قرچه، گفته بود به شرط ایره میتونم که تو یک چوبی پیدا کنی که نه راست باشه نه کج. بازی در شاخه که میشینه میگه نمیست، باز کت خود میگه نه نیست، باز دو دیگهش میشینه نه نیست. بنانی که ما از یک شاخه به شاخه دیگه بپریم هیچ جایی رسیده نمیتونیم. پشت یک کاره که گرفتیم او را تا آخر باید ببریم. یادگیری همیشه باید سرلوحی زندگی ما باشه. قوانین یاد بگیریم، اصول یاد بگیریم، این بسیار کمک ما میکنه. و یک گپ دیگر هم بگویم، شور و شوق و هیجان داشته باشیم، یعنی مست هدف خود باشیم، خسته کن برای ما نباشه. یعنی صبح که میخیزیم به شوق طرفش بدویم، لذت ببریم از او هدف، در او صورت است که ما رسیده میتونیم. استاد، در خاره معمولا نام ماندن رواج است، مثلا یکی را میگن سیامار و پایکتا و کلکتا و اینکه چیزا نام میمانن بخاطر از یک چند دقیقه خنده کنن. از نظر شما چه قدر پشتکار را زیادتن این چیزا را میگن؟ طفلا را به کلان هم هسته کلان میشه دیگه، خواهد مخورترکی که میمانه در کلانی میرسه. از نظر شما چقدر روی روحیشان تاثیر بد میمانه؟ یا غال مغال کردن و سر مثلا قار شدن سر اطفال چقدر تاثیر بد میمونه؟ اگر بر ما یکم توضیح بدین. والا پدر مادر خفه نشه، اگر به اختیار ما باشه به خدای تو پدر مادرها را قفایی باید بزنه آدم. یعنی در فرهنگ ما اگر بخوایم یک لستی از بدیهای ما جور کنیم، یکیش متاسفانه اینه میست، این قلقاب بد که ما در فرهنگ ما داریم در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. شما کم گفتین، ما یک تعداد زیادش بر شما بگیم. ججق هستی، پترول هستی، این غین هستی، لولو هستی، قدو هستی، سفلپای هستی، خلاصه از این که بگذره ناز دادن ما چی است، او گوسفندک همه، او فیلک مادر، او برگک پدر،
خلاصه که نازم میتیم و ایوانی است، متاسفانه این ترور شخصیت است، شخصیت کودک خراب میکنیم. کودک بیچاره کل عمر باور میکنه که دیگه از این انسان جور شدنی نیست، عزت نفسش خراب میکنیم. چرا اکثر مردم ما و شما در مجالس میشرمیم، پیش کمره گپ زدن نمیتونیم، سر صنف گپ زدن نمیتونیم؟ علتش فقط و فقط اینه، این موضوع که در خوردی سر چشم ما یا قد ما یا ابروی ما خندیدن، و این خودش یک ضعیفی یک فرهنگ نشان میده که شما از یک انسان معنویات و اخلاق و خوبی را میگذرین، فقط به ظاهرش میچسبین. از صبح تا شام در این فرهنگ که الا نطاق مقبول است، الا عروس بدرنگ بود، الا شافلانی بود، و بلیاز خدا آیا انسان همی ظاهرش است؟ و این بسیار شرم است، یک لکه ننگ است برای کل ما و شما. و این حتی بعضی وقت در ماینخانی ما کسایی میه به خدا مکتب خود به میخاطر رها کرده که در مکتب سر از این معلم نام بد مانده، سنفیارش خندی کرده، از پدر مادر که خطا میخوره، معلم در سنف سر از این سنف اول یک نام میمانه تا فارغ دوازده میشی به همون نام یادت میکنن. او را خوبان تو مثلا یک روزی رئیس میشی، متخص میشی، که سنفیات میبینه اون فلانیگه که میبینی. متاسفانه این بدبختی ما و شماست، و شما میفهمین که امی داستان بسیار مشهور از ادیسون شما خبر دارین که ما نمیخوایم دیگه در این مورد زیاد بگیم، که ادیسون از مکتب کشیدن که از این چیز جور نمیشه، اما مادرش وقتی نامه را خوان گفت چی نشته است؟ گفت بچی میجا نشته کرده که تو نابغه هستی. و سالهای بعد وقتی ادیسون خودش رو نامه را خوان دید کجا کودن نشته است، گفت من کودن بودم، مادر مرا نابغه ساخت. اما متاسفانه بر پدر مادرای ما و شما خداوند نابغه میته، 4 سال با تو را کودن میسازیم، از بس که زیاد سرش نام بد میمونیم، گپ بد میمونیم، و این بسیار خراب میکنه. حتی یک گپ آخری رو بگویم که یک کتاب از به نام وضعیت آخر یاد میکنن. وضعیت آخری یعنی به این معناست که انسان از 4 وضعیت میگذره. وضعیت اولی است که من بد هستم، دیگرها خوب است. این وضعیت بد است، من احساس حقارت میکنم. وضعیت دومی است که من خوب هستم، دیگرها بد است. این هم بد است به خاطری که من احساس خودخواهی پیدا میکنم. بدترین شامی است که من بد هستم، دیگران بد است. اما وضعیت آخر به نام کتاب به انگلیسی نوشته شده I am okay, you are okay. ما هم خوب هستم، شما هم خوب هستین. در این کتاب نوشته میکنه، میگه شما وقتی با کودک برخورد میکنین، چیزی که هست نبینین، چیزی که میتونه باشه را امروش گپ بزنین. یعنی این کودکی که پیش روی تو استاد است، این میتونه یک روز یک دکتر باشه، این میتونه یک رهبر خوب باشه، این میتونه یک معلم خوب باشه. شما لطفا با اونمق احترام که با یک رهبر و دکتر و معلم و متخصص برخورد میکنین، با این کودکتان برخورد کنین و بر از او شخصیت بتین. متاسفانه در وطن ما و شما همیشه شخصیت کشی، لقبای بد، چی برای کودک چی برای بزرگ. ما و شما متاسفانه عادتای بد داریم، یک سلسله عادتای بد، که یکیش این همیست که همین فقط ضربین انداختیم، یک نقطه منفی هم دیگر را پیدا کنیم و او را بر رخ دیگر را بکشیم. و بعضی وقتا می ناشی از عقده های روانی و مو کمبودی های خانوادگی خود ماست، که خود ما چون کمبود احساس میکنیم، میخواییم از کم زدن دیگرام لذت میبریم. مثلا شما میبینین یک کسی فرض مثال با شوهر خود مشکل پیدا کرده، سر ما دیگه جشن است که فلانی با شوهرش، ای وزی دل بسوزانیم، ما چکچک و خنده مندازیم، یعنی از غم هم دیگه ما خوش میشیم، و این یک بدبختی ماست. لطفا لطفا پدر مادر برتان عذر میکنم، ای اولاد خودش نخواسته بود شما به دنیا آوردین، لطفا لقب بد نتین. لتکوب و غالمغال قطعا کفر از در تعلیم تربیه کودک. شما کوشش کنین یک موجود تربیه کنین که 80 سال 90 سال در اجتماع میباشه و مردم از او فیض ببره، خوبی ببره، جامعه از او فایده ببره، نه که متاسفانه یک وحشی تربیه میکنیم که زد وطن، زد فرهنگ، زد مردم، او خراب کننده وطن میباشه. همین وطن که در بدر است از دست خارجیان است، به خدا از دست اولادای خود ماست، کور تربیه نتانستیم، با القاب بد، با لتکوب را او قدر اقدمن ساختیم که فقط کلگیر قرضدار خود فکر میکنه، هر جایی که زورش میرسه آسیب میرسانه. و اگر شما اشخاص امی جبار تاریخ بخوانید، کسایی که باعث قتل و جنگای جهانی شده، اینا کسایی بودند که در دوره خردی آسیب دیدن، عقده های روانی مانده، وقتی زور برشان میرسه دیگه از هیچ نوع ظلم و ستم دریغ نمیکنه. یک مقوله است که
بعضی کسای توقع دارن که میگه هیچ مشکل پیش نشه، هیچ مشکل در زندگی ما پیش نیاید. این یک توقع وجود میداشته باشه. منتها سوالی هست استاد که آیا مشکل ما منعیس یک جز از زندگی خود بپذیریم یا نه، یا هیچ با مشکل خدافیزی کنیم و بگوییم که نه دیگه هیچ وقت ما رویش نمیخوایم ببینم، ما میخوایم که همیشه آرام باشم، آرامش داشته باشم و هیچ مشکل پیش نشه. آیا همی امکان دار استاد یا ای که با مشکل آشتی کنیم و او را بپذیریم؟ حفیظ جان شما بسیار به خوبی اشاره کردین. بله. هیچ زندگی را شما نمیتونین پیدا کنین که در اون مشکلات نباشه. اصلا میفهمین یک تعریفی که بر زندگی میتن، میگه زندگی عبارت از حل مکرر مشکلات است. یعنی مشکلات در زندگی ما آمده میره و ما منعیس یک انسان زنده و فعال اونا را حل کرده میریم. شما میفهمین اصلا مشکلات انسان به پختگی میرسانه. شما شنیدین میگه دریایی که پرتوفان از کشتیوان خوب تولید کرده میتونه، دریای آرام نمیتونه یک ناخدای قوی با وجود بیاره. از ابراهام مازلو یک جملگه که بسیار مقبول داره میگه سختی ها و مشکلاتی که مرا از بین نبره حتما از ما موجود قوی تر میسازه. وقتی ما زندگی را حل میکنیم ما انسان قوی میشیم. یک مثالی که من همیشه سر صنفای کیمیا بر شاگردان میتونم، شما میفهمین زغال، قلم پنسل یا گرافیت و الماس، هر سه از اینا کربن است، اما میفهمین تفاوتش در چیست. بالای زغال هیچ نوع فشار وارد نشده، این زغال شده. کمی که فشار وارد شده به قلم پنسل تبدیل شده، سر جیب خود میگردانیم. اما که در اعماق زمین حرارت و فشار وارد شده، او را به الماس تبدیل کرده که در تاج ملکه ها میباشه. مشکلات زندگی اگر ما بخواهیم مقاومت کنیم، ما را الماس در زندگی ما جور میکنه. که یک شعر بسیار خوب از اقبال آمست که امی قصه الماس زغال میکنه، دوستا باز میتونه خودشان بخونه. چارلی چاپلن هم یک جمله بسیار مقبول داره، میگه ما یاد گرفتیم که زندگی آسان نمیشه. و تحقیقات دوستای نازنین میره نشان میده زندگی هیچ وقت آسان نبوده، در گذشته مشکل بوده، امروز هم مشکل است و به می رقمی که دنیا روان از دایندام مشکل است. میگه تنها یک تکنیک یاد گرفتم که ما باید خود قوی بسازم. روزی که ما خود قوی ساختم مشکلات کم رنگ میشه. و حتی شما میفهمین که ما یک چیزی داریم به نام دایره راحتی یا دایره امن. دایره راحتی همو دایره است که ما در اونجا باشیم راحت هستیم، بیرون بریم ناراحت. انسان بزرگوار است که دایرهش کلان باشه. و میفهمین این دایره رو چی کلان ساخته میره؟ حل مشکلات. هر قدر مشکل ما زیاد در زندگی ما حل کنیم، این دایره بزرگ شده میره. مثال بر شما بتیم، یک طفل یک موترک کوککیش مشکنه گریه داره، چرا؟ او در دایره راحتیش خارج شد، اما پدرش کتش گریه نمیکنه، به خاطری که پدرش موتر کلانش تکر کرده بود، دیگه او دایره راحتیش بزرگ شده. یا شما در میفاتیا برین، در جنازه برین، جوانا گریه داره اما پیش سفیده اونجا شده قصه میکنه، چرا؟ اونا ده ها مرگ پیش چشم خود دیدن، او دیگه دایره راحتیشان بزرگ شده، این موضوع اونا رو نمیلرزانه. بناهن ما قرار است که مشکلات حل کنیم، امرایشان آستین بر بزنیم و مبارزه کنیم و هیچ وقت فرار نکنیم، به خاطری که اگر از مشکل فرار کردیم راه حل دور شده میره و مشکل ما را متاسفانه تعقیب میکنه. در بدترین وقت، در بدترین شرایط، به بدترین شکل پیشری ما استاده میشه، باز او اغزور ما نمیرسه. یکی از دو فرد شعری که استاد مرا زیاد خوشم میه و حتی یک از نهادهای تحصیلی که ما کار میکردیم بیخی شعارشان بود و شعار تجارتیشان حتی بود که از صاحب تبریزی است استاد، و متوجه هستم شما هم شنیدین که میگه ما زنده و آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. آسودگی ما عدم ماست. بله دقیق است. و اگه اما موجی که آسوده بود دیگه او عدمش میباشه، باید بله اقبال فکر میکنم منصوب به اقبال هم هست. یک شعر دیگه هم داره میگه ساحل دلخسته گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم، موج ز خود رسته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. بنان امی رفتار ما و موج زدن ما با مشکلات، مواجه شدن ما، ما را پاک و خروشان نگاه میکنه. وقتی آب استاده شدیم یا گندیده میشیم یا خانی بقه میشیم یا به بخار تبدیل میشیم یا زمین جذب ما میکنه. دقیق. استاد دمی دو سال تقریبا یا چیز کم بیشتر از دو سال آخر بسیاری تعداد زیاد از همتانای ما کل با شما در جیان هستیم که مهاجر شدن، مسافر شدن، به کشورهای مختلف رفتن، چی حالا با آمریکا یا کشورهای آسیایی یا اروپا. یک فضای متفاوت، یک فرهنگ متفاوت، یک آب و هوای متفاوت میبینن و پیشرفت هایی که در کشورها صورت گرفته و
مقایسه کنیم با افغانستان بسیار زیاد تفاوت‌های کیفیت زندگی است. شما به خاطر تعادل پیدا کردن یک هموطن ما در هر فرهنگی که باشه، حالا چی در آمریکا یا در کشورهای دیگه، کدام نکات استاد پیشنهاد میکردین که هم منحرف نشه از امو زندگی که داره و هم فایده برش برسه و در بین دو فرهنگ خود فراموش نکنه که هم فرهنگ افغانستان متاسفانه پیاده کرده نتانه و هم فرهنگ بیرون گرفته نتانه و به نحوه گد ورد شوه به اصطلاح عام شما، کدام نکات استاد شما میگین که یک تعادل پیدا شوه وقت آدم در کشورهای بیرونی زندگی میکنه و همه افغانای عزیز ما که فکر میکنم بیش از 200 هزار نفر مهاجر شده خانواده و یا این نکات برشان بسیار مهم مفید خواهد بود؟ بسیار گپ مهم است. حتما دوستا باید بپذیرن وقتی از یک فرهنگ به فرهنگی دیگه میریم قواعد زندگی متفاوت میباشه و ما باید آماده باشیم. حتی خوبیشی از پیش از اینکه سفر میکنیم یک مقدار آمادی از اون محیط شه، مثلا لسان یک مقدار یاد بگیریم، شغل و کاری که در اونجا خوبتر از اونا را ما اگر کوشش کنیم یاد بگیریم بسیار کمک ما میکنه. در غیر از او سبب میشه که ما و شما مثل انتقال درخت از یک منطقه به منطقه دیگه که اکثرا سبب میشه و درخت خوش شوه در واب و هوا نتانه نشنوما کنه اونموت میشیم. یعنی دوستا باید بپذیرن مثلی که ما زندگی در خشکه یک قواید داره، در آب یک قواید دیگه داره. نمیتونیم با او قوایدی که در خشکه زندگی میکنیم در بحر اونموت زندگی کنیم. اگر در اینجا موتر کار بود در اونجا کشتی کار است. بنان در فرهنگ هایی که ما میریم کوشش کنیم قواعد زندگی اونجا را بلد شویم و یاد بگیریم، کمک ما میکنه. اما چیزی که بسیار اهمیت داره، اصلا انسان سالم که تعریف میکنن میگه انسان سالم انسانی است که از هر فرهنگ خوبیایش قبول داره. یعنی هر فرهنگ، چی فرهنگ ما، چی فرهنگ غرب، چی فرهنگ شرق، هر جایی که باشه هم خوبی داره هم بدی. هیچ فرهنگ شما گفته نمیتونیم که 100% خوب است یا 100% بد است. اینالی وظیفه یک انسان سالم و هوشیاری است که خوبیا را از هر فرهنگ میگیره، خوبیای خود را حفظ میکنه، بدیای خود دیگه اونجا ریشه‌کن میکنه. ما یک تعداد عادت‌های بد در افغانستان داریم، اینمی القاب بد، اینمی شونیشینی های ناق ناق، قصای بی جای، غیبت کردن، مصارف بی جای، اینا رو در اونجا از بین ببریم و یک سلسله خوبیایی که در فرهنگ ما سر حفظ کنیم و در اونجا هم خوبیایش بگیریم بدیایش نگیریم. اما متاسفانه انسانی که آگاه نباشه میره اونجا و بدیایش میگیره و شما میفهمین. اما یک شعر اقبال است که ما دقیق به یاد ندارم ولی مفهومش ایست که میگه پیشرفت فرهنگ غرب یا پیشرفت فرهنگ به خاطر رقص دخترای بیجابش نیست، به خاطر درس و تعلیم و تکنیکش است. اما متاسفانه ما و شما فکر میکنیم اینا چون چادر پس کده یا پدلون بریده داره یا مثلا رقص میکنه شاید اینمی رای حلش باشه. نه، رای حلش یادگیری و پوانتون از اونا را هم در نظر بگیریم. پیشرفت از اونا از کدام چیزا است، اینا را باید یاد بگیریم. ولی به صورت کل شما میفهمین یک انسان روزمره باید 6 تا اولویت در هر جای زندگی که میباشه در زندگی خود داشته باشه. اول بر صحت خود کار کنه، این مهمترین اولویت است. دوم علم و آگاهی است که به تعقیب صحت سرازی باید توجه کنیم. سوم شغل و درآمد ماست که یک نان حلال چطور پیدا کنیم، عاید خود چطور جور کنیم. چهارم روابط و خویشاوندی ماست. پنجم تفریح و سرگرمی ماست و ششم هم کارهای معنوی و خدمت رسانی بر دیگراست. اگه اینمی شش پدیده را ما در هر جای زندگی عملی کنیم میتونه بسیار زیاد کمک کننده برای ما باشه. ولی دیگه باز به صورت عموم برای یک زندگی سالم برای دوستا اگر ما به صورت بگویم که از یک صبح تا شام چی کارایی کنه که شش هدف در نظر داشته باشن، همین صبح که میخیزیم نمازک خدا بخونیم، یک صفحه قرآن کریم با ترجمهش منیس یک مسلمان بخونیم، ورزش خدا بکنیم، یک امام بگیریم، خوشبختانه اونجا دیگه امکانات آب و زمینی خوب برای زندگی است، امام خود بکنیم، به سرواز خود برسیم، چای صبح خود بخوریم، یک پلان ریزی برای روز خود بکنیم، سر وظیفه و کار خود بریم، اگر درس خوان هستیم برای درس خود توجه کنیم، بعدش که از کار میایم یک قصه با هم گفتگو کنیم، حالی هم دیگر را پرسان کنیم، قدردانی از خوبی های همسر خود، از اولاد خود کارایی کردن، آسیب شناسی کنیم، چی چیزا مشکل در زندگی ماست، راه های حلش کدام است، کارهای تربیتی و اخلاقی صحبت داشته باشیم که اولاد ما از اخلاق دور نمانه، چون انسان بدون اخلاق هیچ بدرد نمیخوره، از او که در ایوان بهتر میباشه. و احوال دوست و رفیق در یکان فرصت بگیریم تا یک پارک با زن و فرزند خود یک قدم زدن بریم و
یک دو ساعت تلویزیون ببینیم و از تلفن خود استفاده کنیم، از این که زیاد نسازن والله مریضی است. من در اصل میخواستم یک ساعت بگویم، اما میبینم آخر کنار آمدم گفتم برو یک ساعت دیگه هم برای دوستات تخفیف. از دو ساعت که زیاد در تلویزیون و تلفن مصروف است، دیگه از نظر من مطلق مریضی روانی داره، الا کسایی که کاربارش در تلفن است یا از اون چیز برنامه آموزشی میبینه، در غیر از او دیگه آسیب زننده است، از چشم تا گردن و تا کل چیزا خراب میکنه. دندانکای خود برس کنن و نمازک خفتن خود بخونن و خواب کنن، یک زندگی موفق و خوب می داشته باشن. دقیق است استاد، بسیار عالی. هم 24 ساعت یک انسان موفق به زیبایی تعریف کردین. دوستا که این نکات یادداشت کنن به می سلسله پیش برن، من فکر میکنم که گل گلزار میشه. استاد گرامی، همین مفکوره که بسیار معمول است که میگه دنیا و مسلمانان نیست، میگه چی میکنی که پیسه را پشت که پیسه نگر در بین هموطنهای ما همی یک بله بسیار معمول است اصطلاح مملن شنیده میشن. فقیرانه میگه زندگی که دور زندگی است. نظر شما استاد در این رابطه چی است؟ این مفکوره چگونه است؟ من نظر و برداشت خودم من ایسی یک مسلمان میگم، ولی اگر اشتباه بود دوستا حتما نادیده بگیرن همون فکر خود نگاه کنه. به نظر من این فکر یک خطای فکری، یک کگنیتیف ایرور، یک کگنیتیف ایلوژن است و یکی از دلایل بدبختی مسلمان ها متاسفانه همی است. برداشت من این است که دنیا محل امتحان است و در این امتحان هر قدر ما موفقانه زندگی کرده بتانیم سربلند خود بودیم. یعنی مسیر آخرت از این دنیا گذشته. اگر ما در این دنیا نتانیم یک زندگی خوب بسازیم، نتانیم آبرومند زندگی کنیم، نتانیم به نیازهای خود برسیم، دیگه چی توقع داریم که در آخرت چی بگوییم؟ برای ما اگر سوال شوه عمری که برای شما دادم، فرصتی که برای شما دادم، وقتی که برای شما دادم، کشور و معدن و آب و خاک و هوایی که دادم چی استفاده کردین؟ به نظر من سرفگنده نخواد بودیم همگی ما. ببینین اقبال بزرگوار مؤمن به عقاب تشبیه میکنه، میگه یک مؤمن صفت عقاب داره، میگه عقاب سه صفت داره مؤمن هم باید داشته باشه. عقاب بلند پرواز است، میگه مؤمن هم باید بلند پرواز باشه، در قید بند پلوان و خاک و چیزای خرد نباشه. همون که میگه که قبای زندگانی چاک تا کی، چموران زیستن در خاک تا کی، به پرواز های شاهینی بیاموز، تلاش دانه در خاشاک تا کی. یکی بلند پرواز است میگه. دوم، لاشخور نیست، خودش شکار میکنه. مؤمن هم میگه نباید محتاج لاشخور دیگر ها باشه، خودش تولیدگر باشه. که متاسفانه در دنیای امروز ما احتیاج دیگر هستیم و این شرم است برای ما. و سیومین گپش میگه در قید لانه و آشیانه نیست، هر جایی باشه منزل و خانیش است. ما باید جهانی فکر کنیم، کل دنیا را دوست داشته باشیم، هر جایی کره زمین خوب نگاه کنیم، مثل خانه ما هر جایی که میباشیم. ما باید منعیسی یک مسلمان برابری و بهزیستی رو یاد بگیریم، یعنی ما رشد کنیم. ما به اندازه کشورهای دیگه باید باشیم منعیسی یک مسلمان و صلح و دوستی همراهشان داشته باشیم، نه دشمنی. اما اگر دست ما دراز بود، تعیین کننده ما اوناست. اما که گفته میشه کسی که نان دهد فرمان دهد، امروزه شما میبینین سیاست ما را دیگه تعیین میکنن، اقتصاد ما را دیگه تعیین میکنن، برق ما را دیگه تعیین میکنن، خلاصه هم روزگار ما. و این برای مسلمان میتونه شرم باشه. البته یک چیز بگویم، من نه به مسلمان نه به غیر مسلمان طرفدار از این نیستم که الان پول زیاد جمع کن، نه، پول باید درست عادلانه تقسیم شود. یکی از بدبختی های دنیا امروز هم است که سرمایه کل دنیا پیش 10 نفر تراکم کرده. اما زندگی آبرومند، اما داشتن وسایل تکنیکی، اما داشتن لابراتوار، اما داشتن پیشرفت، ای از نیازهای انسان است که هم مسلمان هم کافر باید ایره داشته باشه. بناهن امی که ما و شما در هر نماز بارها و بارها که میخوانیم، امی دعایی که میخوانیم، اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنه، در این دنیا اول خوبی میخواییم، بعدش برای آخرت میخواییم. بناهن به نظر من این یک باور نادرست است که مسلمان ها را سبب شده اینم. این باور یکی از دلایلی که عقب مانده استن به نظر من همیست. مسلمان باید هم درس دین خدا بفهمه، هم تخنیک بفهمه. همون که گفتم ایشه در مسیر زندگی هرگز نمی افتد بچه،
با چراغ دین و دانش گر بشر امراه شود. یعنی ما هم چراغ دین خود داشته باشیم، آموزش دینی خود، ولی از تخنیک روز هم پسمان نباشیم. پوانتون ما فعال باشه، لابراتوار ما فعال باشه، متخصص داشته باشیم، دکتر خوب داشته باشیم، عالم خوب داشته باشیم، سایزدان خوب داشته باشیم. در غیر از او همیشه احتیاج و محتاج خواهد بودیم، دیگر ها سر ما کلانکاری خواهد کرد. و این همی دربدری که امروز شما دیگه افغانا را میبینیم که چی حالت داره که هر روز آدم قلبش برش گریه میکنه. دقیق است استاد، دقیق است. یک نکته استاد که ایرام اگه کوتاه اشاره کنین، یعنی که ما شما در متون دینی ما شما این موضوع را بدون شک خواندیم و روبرو شدیم که تا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم اونام در مرحله ای که جنگ نبود، در مرحله ای که همه چیز آرام بود، صلح و دوستی را پیشنهاد کردند و در بین حتی از ادیان مختلف دیگه یک صلح و دوستی به میان آمد. بعضی مفکورهای استاد است که بعضی دوستایی که مثلا به کشورهای بیرونی سفر میکنن و مهاجر و مسافر میشن، اینا به یک نحوی خود سانسور میکنن، خود نگاه میکنن، میگن والا که از اینی خارجی باید من هیچ ارتباط نگیرم، صحبت نکنم، که از اینی ای از یک اعتقاد دیگه است، از یک دین دیگه است، از یک مذهب دیگه است. به این نحو شاید که در یک حلقه خود نگاه کنه که بس عمرش بگذره اما ارتباطات مفید و مثبت و مثمر نداشته باشه. دید شما استاد چی است به این موضوع؟ ما یک جمله مقبوله در یکی از کتابا خوانده بودم که متاسفانه به اساس کبرسن به یادم نمیاد نام کتاب، در اونجا نشته بود که خود پیامبرای بزرگوار اگر حیات می بودن با هم دشمنی نداشتن، با هم دوست بودن. بناهن قرار نیست پیروایشان هم با هم دشمنی داشته باشه. ما باید دوستانه زندگی کنیم و مخصوصا مسلمان ها باید بزرگترین قلب داشته باشند، صمیمیترین برخورده داشته باشند. و وقتی ما باور به عقانیت خود داریم، حتما باید با کسایی که از دین ما نیست روابط ما را خوب بسازیم، دین خود را درست تشریح کرده بتانیم، اخلاق و کرکتر و خوبی های خود را باید تشریح کرده بتانیم که اونا بتانن این مزایا را بفهمن و بتانن گرویدی اخلاق و خوبی های ما شوند. این که ما خود منزوی بسازیم و به دور خود دیوار بکشیم، این دیگه هیچ به نظر ما کار نادرست است. کار نادرست است. دقیق استاد، بسیار تشکر. دوستا یک وقفه و با دکتر صاحب جمشید درستا بسیار سخنا و گپا و نکات بسیار مهم همچنان باقی است. زود میاییم. پاپی بینک هغه بانک چې غوره 15 ستوري خدمتونه لري او خورا خوندي بانک دی. د امریکن بانکر او اس ان پی ګلوبل لخوا د غوره بانک په توګه پیژندل شوی. بانکي خدمتونه، د جاري او سپما حسابونو خلاصول، په ټوله امریکا کې د کوچنیو او لویو پورونو تطبیق، تر یو سل میلیونه ډالرو پورې د سوداګریزو پورونو تطبیق. پاپی بانک په کالیفورنیا ایالت کې 15 دیر فعال سانگی لری. چانگی پا بی ایریا، سان فرانسیسکو، سیلیکن ویلی، ساکرامنتو، اورنج کاؤنٹی، لاس انجلس او سان دیاغو خارونو که دی لازیاتو معلومات لپارا www.poppy.bank ویبپانی تا مراجع وکری. پاپی بینک، یور ترستید بینک. برای ساخت و نشر اعلان تجاریتان با ما به تماس شوید. استاد، از نظر شما یک زوج موفق کدام نکات اساسی و کلیدی را در نظر بگیرند تا زندگی مشترک خوب داشته باشند؟ بخصوص کسایی که نو ازدواج میکنند باید چی چیزا را مراعات کنند بین هم دیگه؟ بله. البته یک چیز خوب باید یادآوری کنم که هر سوال شما یک برنامه میتونست باشه. خب به اساس وقتی که است ما جانب اختصار گرفتیم، خدا کنه که مورد انتقاد دوستا قرار نگیره. برای یک زندگی موفق اول دوستی و محبت بین زن شوهر بسیار مهم است. هم دیگر دوست داشته باشند و نفر اول زندگی برای هم دیگر باشند. سه تا تیر باید در زندگی مراعات کنند: توانایی تحمل تفاوت ها، یعنی تفاوت های هم دیگر بتانیم تحمل کنیم و از خوبیاش استفاده کنیم و سبب رشد خود بسازیم، احترام به هم دیگر
و احترام به فامیل هم دیگه باید داشته باشیم. به خاطر شوهر خود فامیلش احترام کنیم، به خاطر خانمش فامیلش احترام کنیم، یاداوری از نقاط خوبی هم دیگه کنیم. متاسفانه در فرهنگ ما برعکس، اکثر زن شوهرها نقاط منفی هم دیگه یاداوری میکنه. ای بینی چطور است، کله کله طبیبین، چشم تنگ طبیبین، رنگ سیاه طبیبین، از یک دیگه که خلاص شدن سر قوم خیش حمله میکنه. عملید امید که چبلقا نامده بود قوم نادیده، او پیران خاله تا او گلایش نمیبینی که او اطرافی را سعی کنین. ما نکات منفی هم دیگر میگیم و زندگی را خراب میکنیم، نه نکات مثبت یادآوری کنیم، منفی ها را چشم پوشی کنیم. رسیدگی به سر وزد خانواده متاسفانه باز ما یک برعکسی داریم. ما که در بیرون میریم هفت قلم خود آرایش میکنیم، اما در خانه که یک هفتم نبراییم سرواز خود نمیشیم، بوی میگیریم آره. برعکس ما باید در خانه بهترین آرایش کنیم که خوشی هم دیگه بیم. متاسفانه ما و شما داروسی کم دیگه را میبینیم عاشق میشیم، آخ چی شویی دارم چی زنی دارم، اما داشت پس خانه و خانه که میبینیم در فرق بر خود میذاریم چی بد کده میره گرفت. ما قرار است به هم دیگه بهترین حالت داشته باشیم، نه در بیرون. حل مشکلات دوری کودکی کنیم. هر کدام ما و شما در دوری کودکی خود یک سلسل عادت های بد داریم، مثلا ناوخ بیدار میشیم یا تنبلک هستیم یا عصبانی هستیم، اینا رو اصلاح کنیم. متاسفانه بعضی وقت ما با عادتهای بد میریم آرسی میکنیم، بازو که میگه بخی کار کن، والله مرا پدرم نگفته بود از اینجا بخی اونجا بشی. خب پدرت اشتباه کرده بود، تو که خواست پدرت بود شوی نمیگرفتی، حالی شوید میگه از اینجا بخی اونجا بشی. ما باید فعال باشیم در زندگی، او عادتهای دوری رازدار هم دیگه باشیم. هیچ زن و شوی نباید راز هم دیگه را فاش کنند. در افغانستان که شما یک گپ بین بخوار خونده و به قوم خیش قصه کردین، فکر کو که در برنامه گپ جمع گپ او را گفته باشی، کل قریه خبر میشه. بنابراین لطفا راز هم دیگه را لطفا به هیچ عنوان نگوین که سو بور علیه شما استفاده میکنه. صمیمیت و گفتگو بسیار مهم است. زن شوی موفق است که زیاد با هم گپ زده میتونن. یکی از گلایه خانم ها است که میگه شویم تا دیگر گم است، شما هم که میره بوم واری نشسته میگه یک کلمه گپ از دان از اینم ابرایه. بنان باید زیاد گفتگو کنیم و راحت گپ بزنیم. متاسفانه بعضی زن شوی تو گپ میزنه مثل که دو تا سفیر دو کشور متخاصم، سفیر روسیه و امریکا شیشته باشه. نه فکر میکنه، نه صمیمیت دوست که من راحت حتی پیش از فکر کردن گپ خدا بگویم و میفهم جان مقابل درک میکنه و بالاخره امنیت برام دیگه بتیم. یعنی ما دل هم دیگه را پر کنیم که من در هر حالت کتی تو هستم دوست دارم، چی پولدار باشی چی غریب باشی، چی توی زیبایی باشه نباشه، ما کل عمر کتی تو هستم. این امنیت برام دیگه بتیم. متاسفانه باز در وطن ما اختارای بدرو کوله لایت میتم که طلاقت میتیم. این گپاره که گفتی فکر کو زندگی زناشویی را از بین بردی. دقیق استاد. یک نکته دیگه استاد در این مورد که بعضا شایع از دبین فرهنگ ما و شما و خانواده های افغان معمولا آدم میشنوه و بعض دوستا شکایت هم میکنن، همین موضوع از این است که باز میگه والا فلانی مهرش کم شده برو یک تاویز کو سرش، یا فلانی یک کمک ذره تو فکرش تغییر کرده بزن دوم دلش شده یا ایت شده باز برو سرش تاویز کو، یا هم خصوصا بعضی از وقتا مادرها همی کار میکنن برای سنهای خود، برای باز بعضی کسا برای داماتای خود همی کار میکنن. یعنی در مجموع در موضوع خانواده این گپا هم یک آن دفعه میشه. من نفهم دید شما چی است که آیا این کارا واقعا نتیجه میده داره، تأثیر داره یا نداره، یا همون یک گپ است؟ آه بله تأثیر داره، تأثیر مخرب. یعنی زندگی زناشویی را در بدر میکنن. هیچ نوع تأثیر مثبت نداره، فقط اونا پیسایشان از پیششان میگیره. اینا خرافات است، بیعقلی انسان ها را نشان میده. بعضی ها در ماینه خانه میایه والا سر ما تاویز کرده من مریض شده، من میگم لطفا پیش از امو آدم برو پولش هم خودم میتونم از امو تاویز ها کنه که من مریض شوام. او بیادر ما و شما منعیس یک مسلمان امی که صبحانه چارقل کنیم سر خود یک چوف کنیم خاطر مراحت میباشه. به ایچ انوان تعویز کسی نه محبت زیاد میتونه نه محبت کم میتونه، هیت نوع تاثیر نداره الا که پیسای ما را میگیره، رازای ما را خبر میشن و از او طریق میتونن نفوذ کنن و در بدری با عادتا و بدآموزی های خرابی که بر همسرا میکنن زندگی ها را از هم میپاشن. در غیر از او هیچ نوع مفاد نداره و لطفا لطفا از این بیعقلی ها وقتش سر آمده دیگه دست بکش. استاد داشتن هم ما میفهمیم که داشتن فرزند یک لطف و نعمت الهی است، ولی در بعض از خانواده زمانی که دختر تولد میشه اول همی بی بیای ما
خود زنها قهر میشن که چرا دختر است و بعدن باز عمت مردا. شما در رابطه چی میگین که دید شما در رابطه چی هست؟ تفاوت بین دختر و پسر چی است؟ متاسفانه این بدبختی در جامعه ما زیاد است، اما در دیگه جای تقریبا حل شده. به نظر ما دختر و پسر مثل دو چشم ما است. اولاد نعمت الهی است و حتما باید یادآوری کنیم یک چیزی که باز در فرهنگ ما که تعداد اولاد زیاد میاریم که در سابق قوی کار میخواستیم، حالی فرصتی از این است که اولاد کم بیاریم ولی بر تربیشان برسیم. دختر و پسر بودن اصلا باید مطرح نباشه، حتی در ذهن خود نبیاریم، در زبان یاد کردنش خود دختر و پسر وقتی یاد کنیم که من دختر میخواستم یا پسر، این خراب شد و نشد، زندگی از او را تباه میکنیم، سبب انحرافات بسیار شدید در زندگیشان میشیم که اگر کدام وقت فرصت باشه ما بر دوستا بگویم که علت از اینکه دخترایشان منحرف میشه، بدبخت میشه، مریض میشه، اینمیست که در خانواده گفته میشه که والا کاش که پسر میبود یا ما پسر میخواستم. این بسیار خطرناک است. ما از خدا اولاد صالح بخوایم، اولاد سالم بخوایم، بر تربیتش کار کنیم. متاسفانه در کشور ما که من فکر میکنم به خاطر دو دلیل پشت ای که بچه است یا دختر است شله هستن، که یکی قوی کار دارن که بچه سر زمین و باغ کار میکنه یا کار میکنه، و دوم قوی نیروی جنگی که در یکام جنگ باشه. در غیر از این خدا کدام کمالی ما ندیدیم. و ما خودم دو تا دختره که خدا به خدا به کل بچه های دنیا برابر نمیکنم، اینقدر دوستشان دارم. بنان سالم بودن اولاد بسیار مهم است. هر پدر مادر و هر انسانی که گپ میگه بسیار کار پست میکنه، کار غیر اسلامی، غیر اخلاقی، غیر انسانی است. و به من قدر زشت میگم که آرزو دارم در مغز پدر مادر کورمغزی که گپ میگه یا هر کسی دیگه که بعضی وقت متاسفانه خود پدر مادر یاد نمیکنه، میمون در خانه می، کاش یک بچه گک می داشتی، همین که بچه می بود، خداوند در دانه تا بشکنانه کتی گپ غلطه، به جای از بگو خداوند توفیق بده تا کی اولاد سالم بار بیاری. و دین بر ما میگه اگه یک اولاد سالم تربیه کنی یا یک دختر خوب تربیه کنی، روی آتش دوزخ نمیبینی. این بسیار با اهمیت داره. هر کسی ایره میگه دور از تمام معیارهای انسانی است. استاد، اگه هموطن ما به بسیار مشکلات خارج آمد، ای آدم مریض شد و از دلتنگی زیاد، افسردگی زیاد رنج میبرد و دوباره مجبور شد رفت، یک هفته بعدش رفت، استاد ایناله، استاد چی راههای حل وجود داره به خاطر افسردگی، دلتنگی در دیار غربت، در مسافری؟ اولش خب ما واقعا نمی دعا میکنم همیشه که خداوند در این مهاجرت ها را دیگه خلاص کنه. واقعا مهاجرت سخت است و متاسفانه هنوز انسان قرن 21 مجبور میشه خانه و کاشانه و وطن و دوست و رفیق و فامیل خود ترک کنه. از این که در پدیده سخت نیست، ما بیخی درکشان میکنم. ما همین چند روز پیش بر ثبت نام دکترای خود رفته بودم ایران، دو هفته اونجا ماندم. هر روز اولادا را حضور میکردم که لطفا عکس تان روان کنین برای ما. یکی از محصلین در اونجا مرا میگه، میگه استاد من پشت اولادایم، پشت یک بچگکم دلتنگ میشم، چی کنم رای حل چیز؟ گفته من کدام رای حل، خودت یاد داری مرا یاد بده. واقعا سخت است، بدون اولاد سخت است. به همین خاطر من که آمدیم هر کس که میگه تبریک باشه، من میگم دعا کن که مسیر من بتانم پیش ببرم. بسیار سخت میباشه. حتی شما میفهمید که ما حتی یک اصطلاح داریم به نام هوم سیک یاد میشه، یعنی کسایی که از خانه دور میشن پشت خانه مریض میشن. ولی وقتی ناچار هستیم، وقتی مجبور هستیم، اول ای کاش کسی مجبور نشه یک روزی برسه که تنها مردم برای سیاحت، برای چکر، برای تفریح برن به کشورهای دیگه، مهاجرت نکنن. ولی وقتی مجبور میشیم، ترک میکنیم بنابر مشکل امنیتی یا اقتصادی یا نبود کار، خلاصه دلایل مختلف سبب میشه که ما کشور را ترک کنیم، باز مجبور هستیم دل خود را دل سنگ بسازیم و قوی بسازیم. و تحقیقات نشان میده معمولا 6 ماه تا 1 سال دلتنگی های مهاجرت از بین میره، چون ما با اون فرهنگ آشنا شده میریم و عادت کرده میریم. بنان دوستا یک مدتی جیگر زیر دندان که میگن امی کار بکنن. و چند تا خواهشام برای رای حل دارم. اول لطفا هم افغانای بزرگوار ما یک مهربانی کنن در هر جایی که هستن، چون افغانا از هر مردم دیگه که زیادتر مهاجر میشن، امی
اتحادیه های بسازن که ماجرینی که نومیان واسی پذیر هستن یک مقدار کمکشان کنن، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر کار پیدا کردن، از نظر روابط به نانی بسیار مهم است. شبکه دوستی بسیار کمک میکنه که افغانا باید بسازن، هرچند میفهم اونجا کار زیاد است، زندگی در دوش دوش و مصروفیت است، ولی ناچار یک شبکه دوستی ایجاد شود، چون ما و شما از هر فرهنگ و کشور دیگه که بر روابط دوستی و رفاقت و نشست و برخاست زیادتر داریم، در این جای دیگه ایتو نیست. بنابراین یک شبکه دوستی اگه ایجاد شود، ارتباط با خانواده را از طریق وسایلی که امروز موجود است، هر روز ما میتونیم تماس بگیریم، تصویری ببینیم هم دیگر، از این طریق تسلای دل کنیم، ورزش کردن، مصروف شدن در کار، بعضی وقت دیدن چیزای جالب در اونجا، یعنی برای خودت یک چیزی بگیم که ما آمدیم از این فرهنگ چی میخوایم یاد بگیرم. و همینجا جای داره که از افغانای عزیز ما یک خواهشام کنم که من بعضی وقت میشنوم که جوانای ما کنجا میرن، یک تعدادشان درگیر فقط لذت بردن و انحراف و چون یک آزادی را میبینن از یک قید رها میشن، متاسفانه منحرف میشن. که من یک خواهش ازشان کنم، برشان عذر کنم که لطفا هموطن نازنینم، تو از یک کشور فقیر، از یک خانواده مجبور رفتی، تیر شو از لذت بردن، خیر یک فداکاری کو، زحمت بکش، کار کو، اگر $100 به پدر و مادرت کمک بتونی راحت می باشن، بیادرکت کتش درس خوانده میتونه، با آبرو زندگی کرده میتونه. بعضی وقت یکی از خصوصیات انسان بزرگ و انسان سالم فداکاری است که ما از بعضی لذت ها بگذریم و ایره به خاطر فامیل خود فداکاری کنیم. هر چند بر افغانای ما و شما من فکر میکنم در خود بودنم و جایام تفریح است، به خاطر هر چیز آباد میبینن، نو میبینن، چیزای مقبول میبینن، در حالی که در این جهت نیست. بنان یک کمک احتیاط کنن، از مواد مخدر خود دور نگاه کنن، از زیاد شونیشنی دور نگاه کنن، یک زرگک زحمت کشی و کار کردن و تلاش کردن میتونه که آیندهشان بسازه. یعنی خواهش ما ایست که عزم نشن در فرهنگا، بلکه یک رسالت داشته باشن که ما برای مردم خود، برای وطن خود چی استفاده کرده میتونم، چی یاد گرفتم میتونم که در آینده ما بر مردم او را برمغان ببرم. و اگه هیچ یاد گرفتن نمیتونم، درس خواندن نمیتونم، کار بکنم، اول خو ما خواهش میست که لطفا افغانای کنجا میرین و زمینی درس فرام است، لطفا درس بخونین و دومش کار کنین. همین دو چیز هم یک نسل اگه بکنیم، میتونیم که بر چند نسل دیگه ما و شما شانه بتیم و دست شانه بگیریم و از خاک بلندشان کنیم. دقیق استاد، بسیار تشکر. استاد گرامی، آیا داشتن دوستان زیاد در زندگی خوب است یا کم؟ معمولا دخترها خواهر خوانده زیاد می داشته باشند و بچه هم رفیق زیاد می داشته باشند، که یکان دفعه مادرام که قار میشه باز میگه بچه اندیوال بازم. به نظر شما داشتن دوستان زیاد چی تاثیر در زندگی داره؟ آیا خوب است؟ بد است؟ شما می فهمین که اصلا داشتن دوست یک نعمت الهی است و اصلا شرط سلامت روانی به اساس تعداد دوستای ما تعیین میشه. یعنی وقتی ما یک کسی مراجعه میکنه، یکی از سوالای ما در تشخیص امراض چیست، میگیم چند نفر دوست داری و چقدر دوست صمیمی داری، و مخصوصا کسایی که اختلال شخصیت دارن، کسایی که حالتای وخیم روانی دارن، اینا دوست کم دارن یا هیچ دوست ندارن. بنابراین داشتن دوست ضروری است. شما میفهمین انسان موجود اجتماعی است، ما انسان شدن از انسانهای دیگه یاد میگیریم. یک فرق عمدی انسان با موجودات دیگه است که در تمام موجودات ماهیتشان پیش از وجودشان شکل میگیره، یعنی پشک پشک به دنیا میه، گرگ گرگ به دنیا میه، پلنگ پلنگ به دنیا میه. هیچ نوع تمرین کار ندارن که پلنگ شدن یا سگ شدن یا پشک شدن یاد بگیرن. حتی درخت مثلا دانه بادام غرس میکنین، منتظر درخت بادام هستین، نه درخت زردالو. ولی دوست بد سبب خرابی ما میشه. اکثر انسان های معتاد که شما پرسان کنید که بیادر چرا معتاد شدی، میگه از دست دوستایم است، از بس که دوستای شلا گرفت، یک تو بگی یک دودک بکش، بگی ناجوانی نکو، بیاد پرگی نگو، پره را خراب نکو، ای آدم اکت خراب نکدن پره امروز در زیر پل سوخته انداختن به خاطر دوست خرابش بوده. و حتی شما یک جملگه که شنیدین که میگن فکر هر کدام ما، رفتار هر کدام ما، اوسط فکر و رفتار دوستای ماست. یعنی چی مانا؟ اگر شما با 10 نفر دوست لایق و درس خوان دوست شوین، شما دیگه مجبور هستین درس خوان شوین. با 10 تا تجار سر و کار داشته باشین، شما فکرای تجاری خود به خود در ذهنتان میاد، دیگه هر روز میره میشنوین، حتی در خوابتان خود دیدین. اما متاسفانه اگر با 10 تا سیگریتی روبرو شدین، دیگه شما سیگریتی 11 هستین. حتی متاسفانه یک بدبختی دیگه است که گفته میشه
طبیعت و انسان گرایشی به سمت فساد داره. حتی یک سیگریتی میتونه 9 تا دوست سیگریتی خود خراب کنه. اما تو که میگن میگه شما اگه یک سیب گندیده را در یک صندوق به سیب بونین، او سیبای جور و جور نمیتونه، اما سیب گندیده کلش میتونه گندیده بسازه. حتی یک دوست خراب میتونه کل گروه را خراب کنه. بنان تعداد دوست، کمیت دوست زیاد ارزش نداره، کیفیت دوست ارزش داره. دوست خوب اگه یک تون باشه بسیار مهم است. و حتی شما میفهمین که امو که فردوسی بزرگوار میگه که سیاهی لشکر نیاید بکار، یکی مرد جنگی بی از صد هزار. اگه یک دوست صحیح داشته باشیم دیگه کتش جور استیم. در غیر از او باز مثل امو گپ مولانای بزرگوار میشه که زینم رهان سست ناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. بنان اگر مثل شیر خدا و رستم دوست داشته باشیم زندگی ما جور است. و یک گپ دیگر هم ناگزیر باید بگویم که شما میفهمین انسان 10 تا هوش داره و امروزه نشان میده که در بین 10 هوش، هوش ارتباطی ما از هر هوش دیگه که در موفقیت ما نقش داره. یعنی هر قدر شما ارتباطاتتان وسیع باشه، دوستای خوب داشته باشین، به مو پیمانه موفق میشین. مثلا اگه دکتر، انجینیر، معلم اینا دوستای شما باشه، شما هیچ وقت بند نمیخورین در کارها. مثلا مشکل صحی پیدا میکنین، دکتر در خدمتتان است، یک نقشه کار دارین، انجینیر در خدمتتان است، یک کاروقی. بنان اگه شبکه دوستی ما وسیع باشه ولی دوستای خوب و با اخلاق داشته باشیم، بسیار مهم است که هم سبب سربلندی دنیا میشه، هم سبب سربلندی آخرت میشه. و البته یک چیز اضافه کنم که در قسمت خوارخونده گفتن، بعضی وقت دخترایت میگه خوارخونده دارم، بعضی وقت متاسفانه براستی خوار هستن، خوار نیستن، خوار هستن که میتونن آسیب بزنن. استاد با شکست چطور برخورد کنیم؟ اولین گپ ایست که ما باید بپذیریم شکست پایان زندگی نیست، آخر دنیا نیست. شکست حتی ضد موفقیت نیست. علما میگن شکست جزی از موفقیت است. وقتی در مسیر موفقیت میریم، یگام گولایی به نام شکست وجود داره. حتی بعضی علما میگن شکست پل پیروزی است. اصلا انسانای بزرگ شکستای بزرگ میخورن. ما حتی در کار تعلیم تربیه برای پدر مادر میگیم که شما بر اولادتان شکست خوردن یاد بدین. مثلا که طفلتان کشتی بگیرین، بگوین هر کس که برنده شد برش یک آیسکریم میخریم، هر کس که بازنده شد دو آیسکریم. کودک اول یاد بگیره که بازنده شدن هیچ مشکلی نیست، و بعدش خود ببازانین و براستی برین دو تا آیسکریم تانه یا دو تا جایزه تانه بگیرین، که یاد بگیریم که شکست اصلا جوهر اصلی انسان نشان میده. انسان قوی در وقت شکستایشان معلوم میشه. و حتی با 2500 میلیاردر امریکایی وقتی مصاحبه کردن، کلشان گفتن که ما در زندگی خود یک بار، دو بار، سه بار ورشکست مالی شدیم، اما دوباره استاده شدیم و تلاش کردیم. و یک داستانی هم هست که میگه یک تجار آمد که تمام دار و ندارش سوخته. میفهمین چی کرد؟ گریه افغان مویکنی؟ نه، رفت یک تابلو نشته کرد، آمد در سر خاکسترهای دکان خود زد، گفت درست است که اموال ما سوخته، اما امیدم نسوخته، فردا دوباره شروع میکنم. بنان اتو زیاد سخت نگیریم بر خود که اگه شکست خوردم فکر کنم کل زندگی است بین رفت. نه، دوباره شروع کنیم، اشتباهات تکرار نکنیم، یک ذره زندگی رو آسان بگیریم. اما تو که حافظ بزرگوار میگه که دوش با من گفت پنهان کاردان تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع، سخت می گردد جهان بر مردمان اونجا سخت کوش. گفته خود هدف سخت گیر است که هرچقدر شما زندگی را سخت بگیریم واقعا خراب شده میره. یک ذره اگر دید خود تغییر بدیم راحت. در قسمت شکستای عاطفی بگوییم که در اکثر موارد متاسفانه شروع پیش از وقت و شروع نادرست است. آنو سن مناسب نیست. ما یک رابطه را شروع میکنیم، بنان اون رابطه از اولش ناقص بوده و از اول معلوم است که منجر به شکست است. اما در بعضی موارد که نه، یک رابطه پخته بوده ولی بنا بر شرایط و آلاتی که با وجود میاد به شکست مواجه میشه، ما و شما یاد بگیریم که در زندگی ما وابسته هیچ کس نباشیم. نه وابسته پدر، نه مادر، نه از همسر، نه از اولاد. تنها یک وابستگی حق داریم که به ذات حق است که دائم است. دیگه هر چیز از دنیا محل فانی است. و حتی در روانشناسی یک بحث داریم، میگه شما هر چیزی که میخواین بگیرین دمو لحظه در ذهنتان از دست دادنش تصور کنین. یعنی وقتی شما یک تلفن میخرین همون لحظه بگوین روزی که تلفن گمام شد شکستم، ما بازم باید امی حالت و وضعیت خود حفظ کرده بتانم. اگر امی زور ما نمیرسه لطفا اون تلفن نخرین.
که شما زورتان نمیرسه که باز با گم شدنش. بنان اگه یک رابطه رو شروع میکنین در اول بر خود بگوین که اگه این رابطه یک روزم نبود باید بازم من استوار استاده باشم. و حتی در قسمت اولاددار شدن هم میگن که شما روزی که اولاددار میشین امو روز توانایی از دست دادنشان باید داشته باشین که اگر روزی خدا پس یه اولاد گرفت ما بازم بتونیم زندگی را ادامه بده. استاد همه موضوعات روحی و روانی را ما میفهمیم که مربوط به مغز میشه و متاسفانه بعض افغانهای ما که از دسترسی که یک کم مشکل برشان پیش میشه میرن از دوای اعصاب استفاده میکنن، دوای خواب استفاده میکنن. بر ما بگوین که اول خود میشه تعریف بکنیم که خود مغز چی هست و اگر ما مغز با خوبی استفاده بکنیم، در راه خوب استفاده بکنیم چی میشه؟ باشیم از مغز خود. بله، و اگر به راه بد ما او را استفاده کنیم چی میشه؟ بله، شما میفهمیم که مغز ما پیچیده ترین پدیده قرن امروز است. یکی از مهمترین و ظریفترین اعضای ما است و بعضی وقت دکتر سایبای اعصاب میگه که سلطان الاعضا است، یعنی رئیس جمهور و سلطان بدن ما مغز ماست. تمام بدن ما توسط مغز ما کنترل میشه، از زبان و چشم و دست و پای گرفته تا کلش. و مثالش دوستا میتونن در کسایی که سکتی مغزی کرده ببینن، یک کسی سکتی مغزی کرده مغز خراب شده، اما میبینید دست و پایش فلج است به خاطری که مرکز از اونجا خراب شده. و حتی تفاوت انسان ها در تفاوت مغزشان است، در کلانی اندام و در اینا نیست. همونطور که مولانای بزرگ میگه ای برادر تو امان اندیشه، این مابقی جز استخوان و ریشه، این گوشت و پوست کلی داره. انسان بزرگ مغز بزرگ، یعنی تفاوت در مغز است. و بعضی های تو میگن، میگه بزرگترین ابر کامپیوتر جهان دینه بین دو گوش باز که هدفش مغز ما است. بنان این مغز اگر درست مدیریت شود زندگی ما را میسازه. اگر متاسفانه کنترلش نکنیم مثل یک اسب سرکش ولی جام گسیخته که پای ما هم در رکابش بند مانده، چنان به در و دیوار بزنه که توته توتی ما بسازه. اصلا انسان خوشبخت که تعریف میکنن، انسان خوشبخت کسی است که مغزش در کنترلش است. یک دروازه داره، خودش پیره دارش است که کدام فکر بیاید کدام نبیاید. انسان بدبخت کسی است که مغزش 50 تا دروازه داره، کل مرزایش مثل کشور ما باز است. هر کس هر وقت میتونه، هر فکر هر وقت میتونه بیاید و حالش خراب کنه. ولی در قسمت دوام باید یک اشاره کنم، اگر برای کسی دکتر دوا توصیه میکنه حتما استفاده کنه. در غیر از او سر به خود این دوا را مخصوصا دوای اعصاب دوستا مصرف نکنه. عالی است استاد، عالی است. استادم آرامش در چی و در کجا پیدا کنیم که خاطر همه ما جمع باشه؟ آرامش شما میفهمین یک احساس درونی است. یکی ما وسایل بیرونی داریم کورا به نام آسایش یاد میکنیم، داشتن خانه و موتر و وسایل، ولی بعضی وقت اینا کافی نیست بر آرامش ما. لازم است بعضی چیزا، ضروریات اولیه، ولی کافی نیست. بعضی ها را شما حتما میشناسیم کل امکانات داره ولی آرامش نداره. آرامش در چی پیدا کرده میتونیم؟ اول به نظر من در قناعت، ما به چیزی که داریم قانع باشیم. در غیر از او اگر ارث و زیاده خواهی داشته باشیم هیچ وقت ما روی آرامش نمیبینیم. مثل همون داستانی که سعدی میمان کدام تجار بود، در آخر همون شعری را که میگان شنیدستی که در اقصایت غور بار سالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاکی گور. اول قناعت، دوم تلاش. ما آدم پر تلاش باشیم، زحمت کش باشیم، خوشبخت میباشیم. سوم پناه بردن به خدا. یک رابطه خوب با خدا میتونه بر ما آرامش بده. رابطه خوب با فامیل ما، زن و فرزند و همسر ما میتونه بر ما آرامش بده. دوستای خوب میتونه. کتاب، از دوستا خواهش میکنم بهترین دوست خود کتاب انتخاب کنن. همون شعری که ما در صنفای اول میخواندیم، هم نشین بی از کتاب مخوا که مصاحب بود گاه و بیگاه، این بسیار مهم است. رفتن به طبیعت، پرنده و چرنده و آب و سبزی را دیدن آرامش میده. و بسیار که مهم است صلح با خود ما. متاسفانه بعضی هنوز با خود جنگ داره که چرا قدم پخش است، چرا رنگم گندم است، چرا مویم چنان است، چرا بینیم چنان است. کل زندگی خود، اولین گپی است که ما خود بپذیریم، با خود آشتی کنیم، خود دوست داشته باشیم. و چیزایی که ذاتی است، این نه افتخار داره نه شرم داره، اما چیزی که کسبی است مثل علم و اخلاق، اگه اینا خراب است ما باید برش بشرمیم و برش آستین بر بزنیم و اصلاح بکنیم. استاد بزرگوار، بدون شک خودشناسی خداشناسی است که شما برنامه‌های متعدد را در این مورد داشتین، در مشخص در مورد خودشناسی. اگر در مورد اهمیت از این موضوع استاد یک اشاره داشته باشین و یک چند نکته بگین، چون
در بعض موارد استاد اگر شما متوجه شده باشین امی زندگی شکل میگذره که سن آدم 20 میشه 30 40 50 60 تا 70 تا 70 سالگی که حتی آخرین سالهای زندگی انسان میباشه بازم انسان خود صحیح نمیشناسه و ای که خود آدم صحیح نشناسه و از خود آگاهی نداشته باشه استاد امی زندگی چی معنی میداشته باشه یک و چی نقص داره در مجموع یعنی چی تو امی زندگی ما در مجموع چی تعریف خود داشتیم از زندگی خود نشناسیم بله شما بسیار دقیق اشاره کردین اول خو میفهمین که خودشناسی از نگاه دینی عرفانی و روانشناسی فرق میکنه یعنی در هر کدام از اینا وقتی ما خودشناسی را صحبت میکنیم اهداف مختلف را تعقیب میکنن نه. ولی همانطور که شما بسیار به دقت اشاره کردین خودشناسی یک مقدمی است بر دیگر شناسی و خداشناسی یعنی تا ما خود نشناسیم به هیچ عنوان انسانهای دیگر شناخته نمیتونیم و خدا را شناخته نمیتونیم از نظر روانشناسی اگر من اشاره کنم که خودشناسی ما چی را میتونیم بگویم خودشناسی اولین گامش است که ما همین تیپ شخصیت خود بشناسیم ما چی نوع شخصیت داریم ما انسان درونگرا هستیم یا بیرونگرا ما شخصیت برتری طلب داریم یا عزلت طلب داریم یا میر طلب داریم یا شخصیت سالم هستیم نیستیم یا اختلال شخصیت داریم اول شخصیت خود بشناسیم که زیاد دوستان متاسفانه این را نمیشناسن دومین گپی که باید بفهمیم اهداف و خواسته های ما چی هدف دارم در زندگی ما چی میخوایم از زندگی زیاد ما و شما صبح شب بخور خوکو این نمیست کار ما یک هدف متعالی در زندگی ما نیست ارزش های خود بفهمیم ما چی ارزش ها چی اصول اخلاقی باید در زندگی ما حاکم باشه احساس خود بفهمیم چرا ما غمگین میشیم چرا خوشحال میشیم زیاد مردم شما پرسان میکنیم میگه غمگین است میگی چرا میگه نمیفهمم یا در یک محفل میریم مثلا خوشحال میشیم یا غمگین میشیم خود ما علتش نمیفهمم یعنی ما به خودشناسی نرسیدیم چرایی رفتار خود ما بفهمیم چرا یک کار انجام دادم چرا یک کار دیگه مثلا که باید بکنم نمیکنم چرا ورزش نمیکنم چرا درس نمیخونم یا چرا با وجودی که نباید سیگارت بکشم میکشم اینا رو ما علتش باید بفهمیم نقاط قوت خود بشناسیم من چی توانایی دارم چی استعدادا دارم زیاد ما متاسفانه استعدادهای خود شناسایی نمیکنیم وقتی شناسایی نشد او روش داده نمیشه خداوند متعال برای کل ما و شما 2-3-4 استعداد داده اما در این دنیا میمم تو پس و خاک میشه میره و او رو شگوفا نمیسازیم و ما ایران هستم در دنیا چی جواب خود دادیم که ما بر توی استعدادا رو دادیم میری چی کردی ایره تو اگر شگوفا می ساختی میتونستی یک نبوغ داشته باشی در رشته و کار خود اما متاسفانه نقاط ضعف خود بشناسم من چی نقاط ضعف دارم چی آسیب پذیری ها دارم چطور میتونم اینا رو به نقاط قوت تبدیل کنم و اگر بر دوستا سوال پیدا بشه خو اینا رو استاد ما از کجا بفهمیم مطالعه کردن کتابای روانشناسی کتابای جامعه شناسی کتابای دینی کتابای عرفانی میتونه این گپا رو برای ما یاد بده یا خوشبختانه امی یک چیزی که من همیشه خودم دعا میکنم که میگم خدا یک 4 سبا جان مره نگی کمی صحبتای علمای بسیار زیاد دانشمندایی که آدم شوق دیدارشان داشت صحبتایشان در نت وجود داره به جای ازی که برنامه های نادرست بشنویم یک ساعت به پای صحبتشان بشنویم به خدا فیض میبریم شخصیت ما ساخته میشه ای که ما فقط از گواره طرف گور میریم و خوش هستیم که چقدر فاصله رفتیم این زندگی نیست زندگی و ارتفاعی است که از فرش به عرش است از خود ما به سمت خداست این بسیار مهم است که در زندگی ما و شما باید باشه استاد اگر 3 چیز شما نام ببرید که کشنده پیشرفت انسان هاست او چی خواهد بود والا شما میفهمید من زیاد گپ میزنم دیگه در 3 تا قناعت من نمیشه من چند تا مجبور بگم که چی چیزا میتونه سبب شکست ما یا عدم موفقیت چه اولین چیزی که مرا خود من بسیار بدم میاد تنبلی است تنبلی قاتل موفقیت است لطفا دوستا تنبل نباشن کوشش کنن چابک با سرعت فعال اتو کشکش کده خلخل کده اتو مزه نمیده در زندگی فعال باشیم امی کلمه نمیتانم نمیدانم نمیشود نونایش پس کنیم یاد بگیریم تمرین کنیم میتونیم حتی به نظر ما امو گپ شاید از مولانای بزرگوار باشه میگم دوست دارد یاری ناشفتگی کوشش بیهوده بی از خفتگی از امی خو کردن که امی کوشش بیهوده هم مزه میتا بنان تلاش کنیم ترسو نباشین ترسو بودن آدم از موفقیت میمان آدم ترسو هیچ جایی نمیرسه شجاع باشیم از نظر مردم نترسیم از شکست نترسیم از اشتباه نترسیم اقدام کنیم
خداوند کمک ما میکنه. کار به تاخیر نندازیم، در تاخیر آفات است. هر کسی که کار به تاخیر مندازه او هیچ وقت موفق شده نمیتونه. کمال پرستی قاتل موفقیت است که میخواهیم یک کار بیخی بیعیب و نقص باشه. نه، ما کار شروع میکنیم، آیست آیستا با تمرین کردن خوب میشیم. هیچ کس از اول خوب نبوده. عدم سازگاری سبب میشه که ما موفق نشیم. ما کوشش کنیم از خصوصیات انسان سالمی است که خدا میتونه سازگار بسازه با شرایط، با محیط. بی نظمی افمانی موفقیت میشه. بی نظم نباشیم در زندگی ما، نظم و ترتیب و مراعات کنیم. هر چیز سر جایش بسیار خوب است، ترتیبش بسیار خوب است. مثل که ما اول جراب میپوشیم باز بود، اگه اول بود بپوشیم سرش جراب کش کنیم در آب بگردیم، کلی که شالایلای دیوانه گفته سر ما خنده خواد کرد. یا اول مثلا دیگه میپزیم باز میخوریم، ولی اگه اول مواد خام بخوریم با سر منقل بشینیم، دیگه شما تصور کنین که چی میشه. یعنی نظم در زندگی بسیار مهم است. و و بزرگترین قاتل موفقیت بر دوستایم بگویم که دوغانای ما زیاد است و به میخاطر اشخاص موفق ما کم است، توقف یادگیری. لطفاً هیچ وقت یادگیری را توقف نتین. اصلا میفهمین مغز پیر کدام مغز میگه؟ مغزی که سنش بالا رفته را نمیگه، مغزی که دیگه نمیخواد یاد بگیره. خدا کنه که 18 ساله باشه، اون مغز پیر است. بنان هر روز کوشش کنیم یاد بگیریم چیز نو. تا یک چیزی یاد نگرفتیم به بستر خواب نریم. فقط یک وقفه در میان است، زود میاییم. پاپی بانک، بانک با خدمات عالی 5 ستاره و مسئول ترین بانک، بانکی که توسط امریکن بانکر و سینپی گلوبل بهترین بانک شناخته شده. خدمات: باز کردن حسابات جاری و پسنداز، اجرای قرضه های کوچک و بزرگ در سراسر آمریکا، اجرای قرضه های تجارتی الی 100 میلیون دلار، 35 نمایندگی فعال در سراسر ایالات کالیفرنیا و ساحات بزرگ بی ایریا، سان فرانسیسکو، سیلیکون ولی، ساکرامنتو، اورنج کانتی، لس آنجلس و سان دیگو. برای معلومات بیشتر به وبسایت www.poppy.bank مراجعه کنید. Poppy Bank, your trusted bank. استاد عزیز، تفاوت ها که موضوع تفاوت ها که از خانه شروع میشه، چی همه طرف طرف تا سطح یک ملت، چطور یک موضوع است؟ یعنی تفاوت‌ها باید احترام شوه و متفاوت بودن به معنی از این نیست که ما از تو بدم میایه یا نفرت دارم ازت. باید به نظر ما اینمی سوال در ذهن ما آمده، امی را که برای ما جواب بدین استاد. بسیار خوب سوال به ذهنت آمده و خوب جوابم دادی که اصلا دنیای امروز دنیای تفاوت هاست و ما تفاوت ها را هم باید احترام بگذاریم و هم من عیس زیبایی زندگی ببینیم. دقیق. کسایی که میخواه کلگی مثل خودشان باشه، انسانای بسیار خودخواه، جاهل و او دیگه ایت نفهمیده. من همیشه میگم برای دوستا که شکر بکشین کلگی مثل ما نیست. شما تصور کنین مصوب از خواب بخیزم کلگی دکتر جمشید باشه، اول یک تا ازی قابل تحمل نیست. شما 36 میلیون نفوذ افغانستان بین خودتان دیده برین، همین چیزی که شما میگین کل از او بلد باشه، صدای نموت دلخراش باشه، قواریش از دن نباشه، به خدا زندگی دیگه مجبور هستی بری خدا از بین ببری. اصلا زیبایی زندگی دینمی تفاوت هاست و مخصوصا تفاوت دیدگاه. و ما باید به این مرحله برسیم که تفاوت اندیشه و تفاوت دیدگاه به معنای دشمنی نیست. حتی من میتونم یک کسی را دوست داشته باشم ولی امرایش تفاوت نظر داشته باشم. و اصلا خداوند متعالی زندگی را ما تو جور کرده که ما و شما به همدیگه نیاز و وابستگی را داریم. اگر کل مثلا افغانستان دکتر باشه، دیگه کار کلی که توقف است، کی پیش کی بره برای مریضی چی. اما امروز یکی ما دکتر هستیم، یکی انجینیر هستیم، یکی نانوای هستیم، یکی سلمان هستیم و اینا یکی به دیگه خود کلش نیاز داره. و ما یک مثال همیشه میتم میگم، شما دو تا باغ گل در نظر بگیرین. مرا اگر یک کسی بگه که اینجا هزار بوتا گل است ولی کلش گل گلاب است، اما دینی باغ هزار بوتا گل است از هزار نوع مختلف، با کدامش به دیدنش میری؟ من با هزار نوع مختلف میرم، چرا در اون باغ که برم کلش گل گلاب است؟ من این تفاوت های انسان ها را من ایس اینی زیبایی میبینم. و براستی کسایی را خوش میداشته باشم که با ما تفاوت فکر داره، اصلا با این ازداد با این تفاوت ها رشد پیدا میشه.
بنان ما این تفاوت ها را احترام بگذاریم، دنیا را به دو قطب سیاه و سفید تقسیم نکنیم که هر کس مثل ما بود خوب است، هر کس که مثل ما نبود اونا پلید و بد است. این بسیار دید خطرناک است و این سبب دشمنی ها شده. تا وقتی که ما این تفاوت ها را منیس زیبایی نپذیریم و منیس ضرورت در اجتماع نپذیریم، ما روزگار خوب در جهان نمیتونیم داشته باشیم. استاد نظر به تجربه و بعض چیزایی که استاد ما شما در جامعه خود میبینیم و بین فامیلا و یا چند نکته مهم برای ما یادآور شوین که بتانیم استرس خود را مدیریت کنیم و امی تشویش روزمره ما کم باشه. شما میفهمین که کلمه استرس اولین دفعه هانس سیلی به کار برد از فیزیکی را گرفت. اصلا کلمه فیزیک است، در علوم انسانی به کار برد که معنایش فشارهای روانی اجتماعی است. یعنی معمولا زیاد برمیگرده به فشارهای اجتماع. و برای حل استرس چند تا گپ باید ما و شما تنظیم کنیم. اول اصلاح باورها. بعضی وقت باورهای غلط سبب استرس ما بشه. ما از دیگر توقع داریم، باید میخوایم کلیگی با احترام برخورد کنه، باید بی‌ادبی نکنند، در حالی که چیزا دور از واقعیت است. ما قرار است خود ما خوب باشیم، با ادب برخورد کنیم و با احترام از دیگری توقع را نداشته باشیم. دوم مدیریت زمان کنیم، چون 50% استرس ما با موضوع زمان ارتباط دارد. سومین کاری که میکنیم نظم و ترتیب در زندگی خود مراعات کنیم. چهارمین کار که بسیار مهم است مدیریت تغییر است. شما میفهمین در زندگی کل ما تغییر میاد، ولی اگر ما پیش از پیش پیش بین باشیم او تغییر مدیریت کنیم، زیاد ما را آزار نمیتونه. ولی اگر ناگهانی در زندگی ما تغییر بیا، حال ما را خراب میکنه. کوپینگ میکانیزم یا میکانیزم سازگاری را یاد بگیریم، خود بتانیم با شرایط سازگار بسازیم. ریلکسیشن یا آرامسازی را یاد بگیریم که یک نوع تنفس است که از بینی گرفته میشه و از طریق دهن خارج میشه، برای 10 یا 15 دقیقه بسیار کمک میکنه. ورزش کردن یکی از نعمتایی است که رایگان در خدمت ما است. از تمام دوستا خواهش میکنم روزی یک نیم ساعت اگه هیچ ورزش نمیکنن دوش مفت رایگان در خدمتشان است انجام بدن. اصلاح رابطه ما، رابطه خود با همسر خود، با خانواده، با دوست، رفیق، خراب شدن رابطه سبب استرس میشه. رضایت و شکرگزاری را فراموش نکنیم. وقتی ما راضی باشیم از داشته های خود و شکرگزار باشیم، استرس ما کم میشه. بسیار تشکر استاد. با عنوان آخرین پرسش، اگرچه پرسش ها بسیار زیاد است، نکات جالبی که شما یادآور میشین معمولا در ویدیوهایتون تعقیب میکنیم میبینیم و از برنامه‌ای که ما شما داشتیم گپ جمع گپ تقریبا چند ماه قبل، دوستا زیاد پرسیده بودن و در اینجا که روبرو هم میشدیم بر ما میگفتن که استاد بازم چند سوال که اگر باشه که شما بپرسین ما کلش یادداشت میکردیم و خوب شد که فرصت شد. انشالله در فرصت های بعدی بازم صحبت خواهد کردیم. اما به این برنامه به عنوان آخرین پرسش، چون ماه مبارک رمضان استاد، امی زندگی با خدا استاد، اگه چند نکته در بارش بگوین از دید روانی و روحی، زندگی با خدا و زندگی بدون خدا چگونه است، کیفیت های زید زندگی استاد؟ از نظر روانی حتی بعضی دانشمندا به این باور هستند که میگه انسان بیخی یک نیاز روانی داره برای موجودیت خداوند، که باید باشه که انسان یک پشت پناهی احساس میکنه، یک قوت قلبی احساس میکنه. و ما خودم هم در زندگی خود دریافت کردیم و هم همیشه در برنامه های خود گفتیم، در سمینارها یادآوری کردیم که توکل به خداوند با تشویش رابطه برعکس داره. هر قدر توکل ما زیادتر باشه تشویش استراب کم است، هر قدر توکل ضعیفتر شود تشویش زیاد میشه. بهترین یار و یاور خداوند متعال است که در هر لحظه میتونیم پناه ببریم. برای زندگی بسیار معنا میبخشه. شما میتونین بسیار زحمت بکشین به خاطر رضای خدا. من خودم مثلا بسیار زیاد کار میکنم، اما همیشه پیش خود میگم خدایا امیر منیس یک عبادت قبول کن و هیچ وقت ما خستگی احساس نمیکنم و هیچ وقت هم از کسی تو زیاد شکوه و شکایت و گلمندی نمی داشته باشم، الا جایی که میخوایم بعضی تغییرات دم وطن بیاد. در غیر از اون ما پاداش خود از خدا میخوایم و در دین هم برای ما گفته یکی از بهترین تجارت ها با خداست که یک داره در مقابلش مثل خوشه های گندم 700 چند بر ما میتونه پاداش بده و سبب میشه ما سختی ها را بسیار خوب تحمل کنیم. ما در ماینه خانی خود بارها دیدیم که سر یک انسان با خدا بسیار مشکلات آمده، اما میگه دکتر صاحب دیگه توکلم به خدا حالی که آمده. شما میبینین کل اینمی سختی را به اینمه قدر گپ میتونه حل کنه. و حتی قول خود خداوند متعال است که میگه الله به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا قلبا آرام میگیره، سبب آرامش میشه. و همونطور که باز مولانای بزرگوار میگه تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا. بنان وقتی مست خدا باشیم غم طرف ما نمیه.
و رابطی که با خدا نباشه دیگه برعکس اینمی ناپریشانی ها و دربدری ها و استرابا در زندگی ما زیادتر میشه و همیشه ما خود در یک ورطه نابودی میبینیم و اتو اشخاص معمولا استراب مرگ میداشته باشن و فکر میکنن که با مرگ نابود میشن، در حالی که در فرهنگ اسلامی مرگ ما یک تحول میبینیم، حتی بعضی وقت یک شوق بر مردن بزرگای ما دارن. ما یک جای خودم نخوندیم، از دان کسی شنیدم که از پیامبر بزرگوار ما وقتی دین تکمیل میشه خداوند میگه که میخوایی باشی؟ میگه نه دیگه، میخوایم بیایم با اون دنیا. و حتی مولانای بزرگوارم که یک جایی داره که میگه مرغ باقی ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، ای خوش آن روز که بالو پری بکشایم با کوی دوست بس دوباره پرواز کنم. یعنی یک شوق داره. و تا امی گپ آخر مامی که شما میبینین وقتی دبستر مرگ است وار خطا نمیشه کلا بچه ها کجاست این فلانی را صدا کن، نه بچه خدا میگه رو سر بنه و بالین، تنها مراره ها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن، که احمد زایران بسیار به خوبی خوانده. شما میبینین یک جرأت داره، دبستر مرگ وار خطا نیست، پیش دوست میره و این میبینین خودش یک معنا در زندگی ما ایجاد میکن. سال 1402 تمام شد استاد دیگه و از 1403 آغاز میشه، یعنی یک سال ما شما تمام میشه. فقط امید ما منیس یک افغان امی است که بخیر دروازهای علم و روشنایی و مکتب ای که شما سالهای سال به کانکور مصروف هستین درس میتین، انشالله این دروازه ها باز شوه. و کوتاه استاد نظرتان هم درباره از ای که سال وقت نو میشه بر دوستا یک چند نکته بگوین که چی را در خودم نو کنن و تغییر بدن. بله، ما همیشه در قسمت سال نو اید یک مذاق سر سیمینارا دارم، میگم متاسفانه مردم ما و شما همی که تغییرات میال صافیک و شیشه را قالین بتکان و امسال از خانه تکانی میکنه، اما ای کاش ما به جای خانه تکانی ذهن تکانی کنیم، مغز خود صافی کنیم، کدورتا، تعصب، کینه، دروغ، فریب، دجان زدن، دشمنی، اینی چیزا را پس کنیم. ای پاککاری اصلی است که ذهن ما پاک شوه، ذهن ما نو شوه. و اگر ذهن ما کثیف باشه، هر قدر دور بر ما پاک باشه، بوی تعفن ما کل جهان خود گرفت، ولی اگر ذهن ما پاک باشه، محیط ما خود به خود امرایش میتونه پاک شوه. و آرزوی تعلیم و تربیه را خود کل ما و شما داریم. این دیگه همونطور که گفته میشه که به روشنی آفتاب گپ واضح است که رای ترقی و پیشرفت افغانا، نجات از دربدری و بدبختیشان، درس خواندن فت فرد افغان است، جهاد اکبر در افغانستان جهاد علم و دانش است، جهاد علیه جهالت است. و اگر از جهالت نجات پیدا کردیم، شما دیگه تصور کنین که کل مشکلات تانستیم حل کنیم. دقیقه است. بسیار تشکر. من هم امیار زور دارم وقتی هر جوانی که مهاجرت میکنه به خدا یک احساس خلا اینجا میشه. و براستی براتان میگم، ما پشت زیاد دوستایی که وقت در افغانستان بودن مصروفیت بود نمیدیدیم، ولی به خدا دق شدیم و خالیگایشان کاملا احساس میشه. ای کاش دیگه بخیر از این بدبختی ها نجات پیدا کنیم که دوستایی که علاقمند از بیایه و دوستایی که اونجا هم زندگی خوب جور کردن میخواین باشن، آرام باشن و پایان بدبختی ها باشه. سال هم دیگر پذیری، سال وطن دوستی، سال مردم دوستی و سال تلاش برای همگی ما و شما باشه. تشکر استاد. مهربان هستین استاد. اوقات و لحظات خوش. به تمام کابل و کابلیای عزیز سلام برسانین، به دوستا و عزیزان موفق و کامگار باشین، در دعای ما هستین. خوشی و لبخند با HM Production. این برنامه با سپانسر و حمایت مالی پاپی بینک Your Trusted Bank برای شما تقدیم گردید.